به نام خداوند جان و خرد سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. خرسندم که توفیق حضور مجدد در شهر کلگری و بحث و گفتگوی با دوستان فاضل حاضر در این محفل رو پیدا کردم. اگر اشتباه نکنم سال و بار پنجم یا ششم است که من به این شهر می آیم. ریحان خانم میزبان عزیز ما، همچنین همسرشون محمد آقای نازنین، به همراه دیگر دوستانی که در این سالیان من خدمتشون رسیده ام. یادم هست جلسات پیشین و نوبت‌های قبل در دانشگاه کلگری برگزار می شود چند سال نخست و بعد هم بدل شد به سنت خوب برگزاری جلسات در محافل انس دوستانی از این دست. یک نوبت راجع به حافظ و سپهری به تفصیل سخن گفتم در دانشگاه کلگری، یک بار در باب سالک مدرن و تجربه ملال از منظر خود سخن گفتم، بار دیگری راجع به عصر روشنگری و نسبت اون با فلسفه پسا رنسانس. روزگاری بود که من فلسفه کانت درس می دادم. یک نوبت هم که منزل یکی از دوستان عزیز حاضر در محفل امشب است، در باب شوپنهاور، کیکگارد و فلسفه ملال، و همچنین یک نوبت هم در باب مقوله رسالت زندگی کردن سخن گفتم. از قضا در یکی از این سلسله جلسات سالیانه من به کتاب مواجهه با مرگ نوشته برایان مگی و ترجمه مشتبه عبدالله نژاد هم پرداختم و به تفصیل درباره این با یکدیگر سخن گفتیم. یادم هست دوست عزیز نادیده‌ای آقای حسین پورفرج هم پس از برگزاری این دو جلسه مقاله مبسوطی نوشتند و امهات و مقومات عرائض بنده در باب این رمان درخشان رو تقریر کردند. باری از قضا امسال که من باز به حضور عزیزان شتافتم، شب دوم یعنی فردا شب انشالله من به این رمان از منظر دیگری خواهم پرداخت و پاره از مضامینش رو به بحث خواهم گذاشت. خب بحث امشب و فردا شب ما چنان که از قبل عنوان شده است و پیشنهاد عزیزان بوده، عنوانش است ویتکنشتاین و معنای زندگی. من حقیقتش باز به پیشنهاد ریحان خانم قرار بود ابتداءً که در باب یکی از شخصیت‌هایی که مورد علاقه ایشان هست و مورد علاقه بنده و سالیان چندی است که با آثار او به جد آشنا شده ام، یعنی مرحوم محمد جعفر مصفا، با هم سخن بگویم. این وعده انشالله بماند، شاید اگر عمری باقی ماند سال بعد من به خدمت دوستان رسیدم، به شرطی که تو این فاصله این وعده نقد نشود، درباره اش سخن بگویم. مطالب متعددی یادداشت کرده ام و به نظرم نکات نیکویی در آثار ایشان موج میزند. شاید دوستان کتاب با پیر بلخ ایشان، همچنین تفکر زائد مرحوم مصفا رو در مطالعه گرفته باشند. به نظرم آثار نقضی است، خصوصا تفکر زائد رو که من پس از سالها که چند ماه قبل میخواندم به نکات نقضش بیشتر پی بردم. این قرار اولیه ما بود. بعد میزبان محترم برای من نوشتن که پاری از دوستان میگوین که ما برای فلسفه جات و ویتکنشتاینی جات شما دلمون تنگ شده و خوبه که از این منظر هم شما سخن بگویید و بحث امسال ما معطوف به ویتکنشتاین باشه. من استقبال کردم، خصوصا که
چند سباهی است که میان من و او فاصله ای افتاده است به توضیحی که خواهم گفت، و بعد دیدم موضوعی که هم نسبتی با ویتکنشتاین داشته باشد، هم با حال و فضای این سالهای من قرابت بیشتری داشته باشد، فصل مشترکش می شود مقوله‌ای و موضوعی تحت عنوان ویتکنشتاین و معنای زندگی. اجازه بدید من ابتداءً در باب لودویگ جوان و این فیلسوف پرآوازه اتریشی انگلیسی قرن بیستمی سخن بگویم به روایت خود، و قصه طولانی آشنایی خود با این فیلسوف زبان رو به ایجاز عرض کنم و بعد وارد مقوله معنای زندگی و نسبت آن با آثار و آراء لودویگ جوان شویم. تعبیر لودویگ جوان رو با عنایت به کار میبرم به سبب اینکه بحث دراز آهنگ و دراز دامنه معنای زندگی از سوی و آثار پرحجم ویتکنشتاین از سوی دیگری مرا بران داشته تا در این مبحث دو جلسه ای بر روی ویتکنشتاین متقدم متمرکز شدم و از آن منظر صرفا مقوله معنای زندگی رو واکاوی کنم. شرح این قصه در ویتکنشتاین متأخر مجال دیگری میطلبد، هرچند که فکر میکنم نکات نقضی که در این دوران در آثار او آمده است به اندازه کافی مواد مقضی جهت تتبع و درس آموزی داشته باشد. خب، آشنایی من با ویتکنشتاین برمیگردد به روزگاری که بنای ادامه تحصیل در انگلستان رو در سر میپروراندم. در آن ایام به اقتضای حرص و ولعی که در خواندن آثار فلسفی خصوصا فلسفه پسارنسانسی داشتم، برخی از آثار ویتکنشتاین رو هم دیده بودم. شاید تعبیر دقیق ترش الان این است که دیده بودم و تورقی کرده بودم و آشنایی فلجمله‌ای با آنها داشتم. کلاس های چندی شرکت می کردم، پاره از آثار ترجمه شده رو در مطالعه گرفتم. یادم هست کتاب Philosophical Investigations یا کاوش های فلسفی رو که ترجمه بابک احمدی به بازار آمده بود رو اون اواخر پیش از سفرم به انگلستان میخواندم. الان فکر میکنم با مقدمه بابک احمدی و ترجمه فریدون فاطمی، الان فکر میکنم که اون ترجمه مناسبی چندان نیست و خوبه که ترجمه مجددی از این اثر کلاسیک فلسفی صورت بگیرد. شنیدم دوست عزیزم آقای مالک حسینی در کار ترجمه این کتاب هستند چند سال است. امیدوارم این اثر هم به بازار بیاید و اهل فن و فلسفه پژوهان و علاقمند به فلسفه ویتکنشتاین از آن استفاده کنند. خب، من به اقتضای درس و مشقم و بدون اینکه پلان و طرح پیشینی داشته باشم، وقتی که در انگلستان در دانشگاه وارویک دوره امفیل و پی‌اچ‌دی خود را آغاز کردم، در کام ویتکنشتاین میتونم بگم کشیده شدم و سبب اصلی آن هم سوپروایزر و استادم بود که یکی از اسکالرهای خوب و برجسته ویتکنشتاین در انگلستان بود و هست. ایشان سالها شاگرد مایکل دامت بود. شاید دوستان اسم مایکل دامت رو شنیده باشند. بزرگترین فرگ شناس و فرگ پژوه قرن بیستم بود و استاد دانشگاه آکسفورد، و استاد من شاگرد او بود و من با یه واسطه در واقع شاگرد مایکل دامت به حساب می آمدم. این رو از این جهت میگم که پاره از آثار دامت رو هم در ابتدای کاروبار خودمون به توصیه استادم خواندم. باری
البته که کاروبار من در حوزه فلسفه اخلاق بود و در باب دستگاه اخلاقی در نظر اول دیوید راس و همچنین خاصگرایی اخلاقی مورال پیتیکولاریسم، اما به دلالت استاد بنده ما رفتیم و به سروقت ویتگنشتاین متأخر رسیدیم و کثیری از آثار او رو جهت به دست دادن یک سنتزی من مجبور شدم در مطالعه بگیرم، روایت‌های مختلف اون رو ببینم و در کار رساله خود بیاورم. خب از یه جا به بعد برای من قصه فقط قصه آشنایی با این فیلسوف بزرگ از آن حیث که به رساله من مربوط میشد دیگه نبود و به مصداق اون سخن حافظ که میگوید عهد ما با لب شیرین دهنان بست خدای، ما همه بنده و این قوم خداوندانند، من در کام او کشیده شدم و دیگر آثار او رو در مطالعه گرفتم. وقتی که کار رساله من به اتمام رسید و به ایران بازگشتم، شروع کردم به تدریس دیگر اثر مهم او، یعنی رساله منطقی فلسفی که به تراکتاتوس مشهوره. در کار دکتری خود من کاری با این اثر گرانسنگ نداشتم، اما به سبب علایق و تعلقاتی که داشتم و اعتراف میکنم شخصیت کاریزماتیکی که این فیلسوف داشت و همچنان دارد برای من، خب علاقه‌مند شدم زندگی او رو بخوانم و خصوصا وقتی که فهمیدم او در دو جنگ جهانی اول و دوم هم در کسوت یک سرباز شرکت کرده و جنگیده و مدال شجاعت دریافت کرده و اینکه از سوی دیگری بخش زیادی از اموالی رو که به ارث برده بود به خواهر و برادران خود و هنرمندان اتریشی قرن بیستم بخشید و زندگی زاهدانه‌ای داشت و نبوغی که خب در آثار او موج می‌زده و روایت‌های مختلفی که از زندگی او منتشر گشته است، مرا بیشتر شائق کرد که به او بپردازم. همین شد که در سالهای آخری که در ایران بودم به ترجمه کتاب تراکتاتوس او همت گماردم برای بار سوم. چون به دلایلی که خارج از حوصله بحث امشب است، به نظرم اون دو ترجمه موجود دیگر با همه احترامی که برای اون دو استاد عزیز دارم چندان قابل استفاده نبود و به همین خاطر دست به کار شدم و این کتاب رو ترجمه کردم و جهت فهم این اثر کلاسیک فلسفی شرحی هم بران نوشتم که کار ساده‌ای نبود انصافا و من برای انجام این مهم منابع بسیاری رو دیدم و چند بار در کنفرانس های سالیانه ویتگنشتاین در اتریش شرکت کردم، هر سال پیپری داشتم، از آثار دیگر ویتگنشتاین پژوهان بهره های فراوان بردم و اینها رو همه در کار خود آوردم و الان که به پس پشت نگاه می کنم از بخت شکر دارم و از روزگار هم، یعنی از این کاری که انجام دادم خودم دست کم خرسندم و فکر می کنم به قدر طاقت بشری و به تعبیر سعدی به قدر وسع کار خودم رو انجام دادم و خوشحالم که به رغم این که در داخل نیستم و امکان حضور رو ندارم، این کتاب چنان که برام نوشته اند هم دانشجویان و اساتید بدل به تکست بوک شده و عزیزان از آن استفاده می کنن. باری این یک مقدمه فشرده‌ای بود در جهت توضیح آشنایی من با این فیلسوف بلند آوازه. در این راستا هم من 4 کتاب تا کنون نوشته ام. اولی کتاب سکوت و معنا که مجموعه مقالات فلسفی من است، در تهران توسط نشر سرات منتشر شد. دومی کتاب زبان و تصویر جهان که اون هم مجموعه مقالات فلسفی من
در باب فلسفه ویتکنشتاین متقدم و متأخر است. پاری از اون مقالات رو با همکاران خود نوشتم و عموماً هم مقالات تکنیکال و تخصصی هستند و به درد اهالی فلسفه میخورد. یکی از اون جستارها هم مقاله بود که به انگلیسی نوشته بودم و یکی از دانشجویانم از سر لطف اون رو به فارسی بازگرداند و من همون رو ادیت کردم و منتشر شد. پس از آن این کتاب در رسید، یعنی ترجمه و شرح رساله منطقی فلسفی ویتکنشتاین که توضیحش رو ذکر کردم. هر سه این کتاب ها در داخل کشور منتشر شده و چهارمی کتاب در باب فلسفه تحلیلی با محوریت ویتکنشتاین که یک سال و اندی پیش توسط نشر اچنس در انگلستان منتشر شد. فکر کنم این اواخر جهت اینکه دسترسی عزیزان داخل و خارج کشور به این اثر بیشتر بشود، فایل پی دی افش رو دوستان در کانال تلگرامی من و برخی دیگر از سایت ها منتشر کردن. این کتاب هم مجموعه مقالاتی است که من در تاریخ فلسفه تحلیلی نوشتم با محوریتی درس گفتاری که تحت همین عنوان من داشتم در ایران. کتاب What is Analytic Philosophy؟ فلسفه تحلیلی چیست رو درس دادم و خوشبختانه صورت منقح اون درس گفتار به دستم رسید و کثیری از اون رو بازنویسی کردم و در قالب سلسله مقالاتی منتشر کردم. به نظرم خیلی کمک میکنه به کسی که علاقمند به تاریخ این سنت فلسفی که اون مقالات رو ببیند، چون تقریر کتاب هانس گلاکه و بعد هم مجموعه مقالاتی که در شرح فلسفه ویتکنشتاین متأخر آمده و پاره‌ای از جستارهای فلسفی مربوط به فلسفه ویتکنشتاین تماماً در آن کتاب گنجانده شده است. خب از بابت این که با این فیلسوف به توضیح که عرض کردم مأنوس بودم که از بخت‌های من بوده خرسندم و البته اکنون که با هم سخن میگوییم چند سباهی است که اون کار به نوعی پروفشنال و تکنیکال فلسفی رو من ازش فاصله گرفتم. به همین جهت گفتم پیشنهاد دوستان برای من تداعی کننده یه سالیان گذشته بود. به دو سبب این رو هم ذکر بکنم، چه برای حاضران چه احیانا غائبانی که بعدن صدای بنده رو میشنوند. صرفا از تجربه زیسته خودم میگم و هیچ مدلول و معناش این نیست که دیگران هم باید تأثیر به این بکنن، نه اصلا و ابدا. اولین سببش اینه که خب به سبب تلاطم هایی که در زندگی خانوادگی ما پدید آمد و من مجبور به ترک کشور شدم، خب اینجا 6 سال اول 7 سال اول من در دپارتمان های فلسفه دیگه مشغول به کار نبودم. در دپارتمان مطالعات اسلامی و مطالعات ادیان، ببخشید مطالعات تاریخی و مطالعات ادیان مشغول به هم گذراندن دوره پستاک و هم تدریس بودم. خب من درسایی که اینجا می دادم اسلام و مدرنیتی بود، عرض می شود اینتروداکشن تو اسلام بود، اسلام و هیومن رایتس بود، چیزایی که از من میخواستن از این دست امور بود و این خب قاعدتا من رو سوق میداد و اجبار میکرد که دایره مطالعاتم رو تغییر بدم. هرچند به مصداقی که در باب کتاب آخر در باب فلسفه تحلیلی با محوریت ویتکنشتاین آوردم، در این سالیان مکتوبات فلسفی هم نوشتم، اما اصل کار این بود که من خودم رو با فضای جدید تطبیق بدم و به همین سبب من به برگزاری درس گفتارهای فلسفی عمومی برای عزیزان و مخاطبان بسنده کردم که خیلی هم از این کار راضیم، چون سبب شد عرصه های دیگری رو که تا کنون نکاویده بودم و در نوردیده بودم در نوردم. اما به هر حال از اون کاروبار تکنیکال و تخصصی فلسفی فاصله گرفتم به اقتضای کاروبار و شغل. این یه دلیل.
دلیل دوم که شاید اکنون که با هم سخن میگوییم برای من مهمتر بوده این است که از یه جا به بعد من با خودم سنگام رو واکندم و به این نتیجه رسیدم که دنیا عرصه بسی بسی فراختر از آن چیزی است که ما در کتاب‌های تکنیکال فلسفی می‌بینیم. و این رو به عنوان کسی که سالها این مسیر رو طی کرده، درس و مشق فلسفه نوشته، هم تعلیم داده، هم تعلیم گرفته، هم ترجمه کرده، هم قلم زده، و به رغم اینکه فلسفیدن رو دوست دارم، همچنان از کار تکنیکال و تخصصی یا به تعبیر یکی از دوستان عزیز من تکنیسیان فلسفه بودن فاصله گرفتم. همچنان فکر میکنم در اعداد و در شمار اهل فکرم، کارهای فکری کم نمی کنم، قلم میزنم، درس میگم، مینویسم و ذهنم خیلی به امور مختلف معرفتی مشغوله، اما دیگه تکنیسیان فلسفه نیستم. ملاحظه میفرمایید؟ و در حین اینکه احترامی برای اون کار قائلم و میدانم خیلی ها بهش مشتغلند در داخل و خارج کشور، عرصه تفکر رو به معنای اندیشیدن فراختر از تفلسف به معنای تکنیکال کلمه می انگارم و به همین امور هم در این سالیان پرداختم. این رو هم شاید بد نباشه بگم خدمتتون تا برسیم به مقوله معنای زندگی، چون اتفاقا به نوعی این با معنای زندگی هم نسبتی داره. یادم هست وقتی که کتاب حدیث نواندیشان دینی 2 سال پیش حدودا منتشر شد، دوست نادیده عزیزی آقای هادی طباطبایی کتابی نوشتند در ایران تحت عنوان حدیث نواندیشان دینی با عنوان فرعی یک نسل پس از عبدالکریم سروش و در باب کارها و آثار دوستان گرامی آقایان آرش نراقی و ابوالقاسم فنایی و بنده، 3 فصل مبسوط نوشتند و تمامی این کارها رو بررسیدن و توضیحی دادن. یادمه به همین مناسبت با یه نشریهی من مصاحبه می کردم، بعد تو یکی از سوالات این نشریه از من پرسیدن که فلانی اینجا روش راجع به شما خیلی ها میگن که خب دیگه از اون کارهای تکنیکال فلسفی نمی کنه فلانی مدتیه و هم در حوزه نواندیشی دینی کار میکنه، هم به سپهری میپردازه، هم عرض میشود که عرفان کلاسیک درس میده، تحقیق میکنه، و شما راجع به این چی داری بگی؟ منم در پاسخ گفتم اولا روایت درستیه و ثانیا تا حد زیادی اختیار کردم این رو و الان میگم خدمتتون. آخرین باری که در کنفرانس سالیانی ویتکنشتاین در اتریش بودم، یادمه وقتی برمیگشتم گریبان خودم رو در هواپیما گرفته بودم که خب تو فلانی این قصه مال 5-8 سال پیش که اگر 20 سال دیگه بگذره تو میخوای یکی فقط از این اهالی باشی که صبح تا شب مشغولن به بحث و فحص حول و حوش آثار ویتکنشتاین و آثاری که راجع به آن نوشته شده یا تلسعاً حوزه فلسفه تحلیلی. اینم یه شغلیه تو این دنیا، خیلی هم کار نیکوییست در جای خود به شرطی که کسی ذوق و علاقش رو داشته باشه. بعد به خودم که مراجعه کردم دیدم نه، پاسخ مثبت نیست. من حوزه علایق و دغدغه هام بیش از اینه که صرف یه اسکالر ویتکنشتاین بشم و با اینکه سالها در این عرصه گام زده ام و چنان که گفتم آثاری چند منتشر کرده ام، چند سباهی است که آلمان آمدن عرصه رو فراختر کرده ام و خب بیش از 1.5 سال هم هست که به حوزه روانشناسی و مشاوره روانشناسی هم اشتغال دارم و درس و مشق و کار میکنم و اتفاقا در این ایام هم دیده ام که چقدر خوبه که بحث و فحص فلسفی با آشنایی نیکوی انسان از روان آدمی عجین بشود و در غیر این صورت بحث فلسفی ابتره. من این رو راجع به خودم میگم.
درک کنونی من اینه که فلسفه خیلی خوبه البته، اما به مصداق سخن مولانا، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پامنه زندازه بیش. فکر میکنم فلسفهی که با روانشناسی عجین نگردد بار ما به مقصد نمیرسد و درک جامع الاطراف ما از روان و هستی انسان و تلسعن یونیورس و هستی شکل نمیگیرد. البته در این کنار دست برد زدن و اونس با حکمت سنن پیشین، اهم از آن چه در ادبیات و دین به ودیعت نهاده شده و ریزش کرده است، هم فکر میکنم مهم و در جای خود بسی رهکش است. خب آنچه که من در ادامه عرایزم ذکر میکنم با این توضیحات، ابتداعاً شمه است از مقوله معنای زندگی و درکی که از این مقوله ما داریم عموماً، و در ادامه چنان که گفتم متمرکز میشم روی فقرات انتهایی کتاب رساله منطقی فلسفی و مضامین نقضی که او در باب مرگ و معنای زندگی آورده است و به بست اونها میپردازم. جالبه چنان که انشاءالله فرد و شب خواهیم دید که این رمان تحسین شده مواجهه با مرگ، رمان بلند 600 صفحه‌ای که من توفیق داشتم دو بار اون رو تماماً بخوانم، فقراتش بسیار تنین ویتکنشتاینی داره و اون دیالوگ‌های نقض میان کیر و جان در باب معنای زندگی تنین تراکتاتوسی پررنگی داره. اسم ویتکنشتاین و رساله منطقی فلسفی هم در رمان آمده است و چند جا اشاراتی کرده نویسنده به این اثر و داوری‌هایی هم کرده که انشاءالله اینا بحث‌های فرد و شب ماست که من در باب داوری‌های او هم ملاحظات خودم رو ذکر خواهم کرد. این رو گفتم تا در این حال عزیزان رو هم تشویق کرده باشم که این رمان رو که ترجمه بسی روانی هم داره، ترجمه مشتبه عبدالله نژاد، رو در مطالعه بگیره. خب از مقوله معنای زندگی آغاز بکنیم. چرا این مقوله در روزگار کنونی برای ما قابل فهمتر و ملموستر است؟ معنای زندگی رو خب ما از روی ترکیب meaning of life برگرفته ایم و جالبه اگر دقت کرده باشید در ادبیات گذشتگان ما، در میان صوفیه، در میان نویسندگان، شاعران، ما تعبیر معنای زندگی نداریم. این از اون تعابیری است که در جهان جدید برساخته شده. شما الان در ذهنتون مرور بکنید اشعار مولانا رو، اشعار حافظ رو، تاریخ بیهقی رو، حتی رباعیات خیام رو که خب رباعیات اگزیستنشیلی هم هست، ما تعبیر معنای زندگی نداریم اونجا. چرا؟ یه سببش اینه که معنای زندگی روشن بود چه برای نخبگان چه برای غیر نخبگان، مثل ماهی در آب که وقتی شنا میکنه از آب سراغ نمیگیره، غوطه میخوره در آب، روشن براش که آبی هست که به او مجال نفس کشیدن و شنا کردن میده و از آب سوال نمیکنه. بر همین سیاق هم زندگی معناش روشن بود. تو گویی از در و دیوار خداوند یا متافیزیک یا هر آنچه که از جنس معنا بخش به زندگیست حی و حاضر بود در زندگی افراد، از آن سراغ نمی گرفتند. البته از خیام بپرسید، از حافظ بپرسید، پاره تردیدها در کلامشون موج می زد، اما خود اصطلاح معنای زندگی در نوشته هاشون دیده نمی شه. حیرت بود، تلاطم بود، تذبذب بود احیانا، اما خود این که آیا زندگی واجد معناست یا معنا نداره، این دوگانه‌ای نبود که بهش بپردازن. شما در غزلیات حافظ میخوانید فی المثل که چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست.
یا در جای دیگری حدیث از مطرب و میگو و راز ده کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما. اینا همون جاهایی است که غزلیات حافظ تلین خیامی داره و این حیرت رو گویی از او گرفته است و البته تجربه زیسته غنی او هم مؤید این امر بوده. همین ها هم هست که به نوعی حافظ رو به یکی از نمایندگان رواقیگری و رواقی اندیشی در سنت ما به نزد من بدل کرده است، که انشاءالله امیدوارم یه نوبتی توفیق بحث مبسوط در این باب و نگاه رواقی حافظ رو بیابم. یکی از مؤلفه های اون رواقیگری همینه، وقتی که معنای زندگی البته برای اینها روشنه، اما اینجور حیرت فرد رو در چنبره خود گرفتار میکنه، میگوید که حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. اینم یکی از اون مختزیات و لوازم نگاه مشهون از حیرت است که کسی به هستی میکنه. الان ایه حالین، اما meaning of life یا معنای زندگی مسئله نیست که اونها بهش بپردازن. چنان که عرض کردم، ماهی در آب که قوطه میخوره و شنا میکنه براش روشنه چه میکنه فی جمله. اما شما به دنیای جدید که پای مینهید و ژانری مثل ژانر رمان سربر می آورد، مقوله معنای زندگی، معنا بخشی به زندگی، absurdity به تعبیری که نیچه در آثارش آورده، یا مقوله پوچی چنان که در آثار اگزیستانسیالیست های فرانسوی قرن بیستم مثل کامو خصوصا نشان داده شده است، اینا بدل به موضوعاتی میشه که از جمله دل مشغولی های انسان مدرن، از جمله دل مشغولی های انسان مدرن. یکی از عللش این است که، یا یکی از دلایلش این که خب یقین به سان گذشته از در و دیوار نمیریزه، بر آفتاب افکنده نمیشه. تفکیک اساسا میان یقین روانشناختی و یقین معرفت شناختی یکی از مضامینی است که در جهان جدید شکل گرفته، که من ممکنه به پاره از امور یقین داشته باشم، اما اینها یقینهای روانشناختیه، یقین معرفت شناختی نیست. یقین معرفت شناختی خیلی خیلی کم در این دنیا پیدا میشه. نمیشه دیگه به صراحت و به روشنی از وثاقت و حجیت معرفت شناختی دعاوی سخن گفت. شما از روش شکاکانه دکارت که تو تازه کسی بود که به هر حال با نوعی از متافیزیک بر سر مهر بود و دوالیزم رو برکشید، اما همون شک روش شناختی methodological doubt، شک روش شناختی دکارت در قرن 17 هم از اونجا بگیرید تا هرچه که ما آمده ایم جلوتر، این که ما یقین روان شناختی اگر هم داریم، اما مدلولش هیچی نیست که یقین معرفت شناختی داریم. نمیشه براحتی از دعاوی که صلب و سخت و تخطی ناپذیرن و به تعبیر قدما میشه بر اونها برهان اقامه کرد، برهانی که متضمن کلیت و ضرورت و دوامه، اینا تماما در معرفت شناسی جدید از میان رخت بربست. شاید یکی از نمونه های درخشان در زبان فارسی در اشعار معاصر که این رو نشان میدهد و شما این رو میتونید با آثار گذشتگان مقایسه بکنید، شعر ماهی شاملو باشه. در بخشی از شعر زنده یاد شاملو میگه: آه یقین گم شده ای ماهی گریز، در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو. شما تصویر رو ببینید، درخشانه، میگه ماهی گریز یقین گم شده. این اون یقین معرفت شناختیه، چون یقین روانشناختی که فت و فراوونه. شما خیلی از این بنیادگراها رو ببینید، به کاری که میکنن یقین دارن. این اون یقین روانشناختیه که با جزمیت هم البته پهلو به پهلو میزنه، یعنی شخص ادله‌ای برای اون نداره، بهش رسیده یا ادلهش خیلی سسته در جای خود، اما یقین داره. دیدید خیلی ها وقتی سخن میگن امروزی میگه من یقین دارم به این، یقین دارم یعنی همون یقین روانشناختی، و الا یقین معرفت شناختی بسی بسی دیریابه.
اون سخن شاملو هم معطوف به یقین معرفت شناختیه که گم شده، مثل ماهی گریز در برکه هایی که از جنس آینه هن. شما یه برکه رو در نظر بگیرید که از جنس آینه باشه، خب آینه خصلتش نشان دادن و نمایاندن است، اما میگه این یقین در برکه هایی که از جنس آینه هست هم لغزیده تو بتونه. تصویر خیلی تصویره گویاییست برای توضیح این امر که یقین معرفت شناختی در جهان جدید کمیابه، دیریاب. اون وقت یک کسی مثل مولانا رو در روزگار پیشا مدرن ببینید، میگوید از گمان و از یقین بالاترم، از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمیگردد سرم. میگه من از گمان از یقین بالاترم، از ملامت بر نمیگردد سرم. کسی منو ملامت کنه در مشی و مرام خود تردیدی به دل راه بده هم، هاشا و کلیا. یه نمونه ای براتون ذکر کردم جهت این که ببینید یقین معرفت شناختی چقدر دیریابه در روزگار گذشته. خب این در این که معنای زندگی به سان گذشته از در و دیوار نباره و نشه اون رو فراچنگ آورد خیلی مؤثر بوده. به همین سبب است که ما ژانر رمان رو که شما در آن آنسرتنتی رو عدم قطعیت موج میزند میبینید سر برآورده است. و حتی یه رمان نویس درخشان و تراز اولی مثل داستایفسکی رو میبینید که به رغم این که خب تعلق خاطر ایمانی داره، اما دیگه اون تعلق خاطرش به سان گذشتگان نیست که به راحتی در باب آن سخن بگوید و به تعبیر قدما دهن منکران رو ببنده، بلکه در قالب گفتگوهای عافیت سوز و درازاهنگی میان دو برادر که یکی نماد ایمان سنتی است که آلیوشا باشه و دیگری نماد یک انسان مدرنیستی قرن 19 که عرض می شود که برادر او باشه، ایوان با یکدیگر در برادران کرامازوف گفتگو میکنن و شما وقتی که میبینید و میخوانید ملاحظه میکنید که برهانی رو که یا استدلالی رو که در باب مسئله شر طرح کرده اند منکران، پاره‌ای از فیلسوفان، به قوت و قایت اونجا داستایفسکی تقریر کرد و اون ایمانی است که از این کوره راه ها میگذره اگر هم قرار باشه به دست بیاد. ملاحظه میفرمایید این خیلی با اون ایمان گذشتگان فرق میکنه. خب الان تازه این داستایفسکی است که در ژانر رمان نهایتاً شما میبینید که اون شخصیت محبوبش آلیوشاست و اون معصومیت کودکانه که رمان با اون به اتمام میرسه. وقتی کارهای میلان کوندرا رو میخونید، وقتی کارهای کازنتزاکیس رو میخونید، همه اینها به شما نشان میدهد که مقوله معنای زندگی، احراز معنای زندگی، به زندگی خود در روزگار پرتلاطم و راززدایی شده کنونی معنا بخشیدن یه مقوله‌ای شده است برخلاف آنچه که گذشتگان ازش سخن می‌گفتند. از همین جا هم ما میریم به سروقت دوگانه‌ای که در ادبیات و لیترچر این بحث سر برآورده طی دهه‌های اخیر و اون دوگانه جعل معنای زندگی و کشف معنای زندگی. شما یه وقت از کشف معنای زندگی سخن میگید، یعنی پس از اینکه meaning of life یه موضوع میشه، یه پرابلماتیک میشه که بهش بپردازید، سوال بعدی سر برمی آورد که با این استشهاداتی که ذکر کردم در تناسب است که آیا ما معنای زندگی رو کشف میکنیم یا معنای زندگی رو جعل میکنیم. خیلی فرقی میانه این دو. یه وقت هست که من مثل این ساعتی که در مقابلم هست میرم و یه چیزی رو فراچنگ میارم، تو مشت خودم میگیرم، میگم آهان این یعنی معنای زندگی. اونجاست من فقط باید کسی به هم نشون بده معنای زندگی. یه وقت هم هست که شما میگید نه، چیزی تحت عنوان معنای زندگی وجود نداره بیرون از من، من باید اون رو برسازم، جعلش بکنم. این آقای جی ال مکی، دوستان فلسفه دان و اهل فلسفه ما شاید اسم او رو شنیده باشن، فیلسوف اخلاق مشهور انگلیسی است که یک کتابی داره تحت عنوان Inventing Right and Wrong.
خب او ریالیست نبود، یعنی واقع‌گرا نبود در اخلاق، و از جعل خوبی و بدی سخن میگفت. این که ما خوبی و بدی رو باید جعل بکنیم، برسازیم، نه اینکه اونها رو از عالم خارج برکشیم یا عرض میشود احراز بکنیم. دو تا موضع کلان از این منظر هم در وادی اخلاق میان متفکران وجود داره. عده‌ای معتقدند که ارزش‌های اخلاقی تعین و تقرری در جهان پیرامون داره و ما اونها رو کشف میکنیم، احراز میکنیم، دیسکاوری ازش تعبیر میکنن. عده‌ای هم که خب واقع‌گرا نیستن در اخلاق، میگن اونها رو ما جعل میکنیم، بر میسازیم. خوبی یعنی آنچه که عقلا بهش میگن خوب، نه اینکه چیزی تحت عنوان خوبی در جهان پیرامون تعین داره. بدی یعنی آنچه که عقلا بهش میگن بد. ملاحظه میفرمایید؟ و این رأی قابل تأملی است، خیلی دربارش گفتن و ادله قوی ذکر کردن. من البته خودم نهایتاً با ورژنی و روایتی ریالیستم، اما خب دیدم خیلی ها در این باب سخن گفتن، آثار مهمی هم دارن. شما حتی به سنت خود ما نگاه کنید، نه ذیل این عناوین، اما کسی مثل مرحوم آقای طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم، ایشون هم اعتباری می اندیشه در باب اخلاق و معتقد حسن قبح اعتبار عقلاست، نه اینکه تعینی در جهان پیرامون داره. باری بر این سیاق میخوام بگم جعل و کشف معنای زندگی هم این چنینه. خود این مسئله هم یه مسئله است که ذیل مقوله معنای زندگی سر برآورده و از مضامینی است که در جهان جدید پدید آمده است. خب اگر شما به ادیان ابراهیمی نگاه بکنید به عنوان مثال، پاسخ اونها این است که معنای زندگی در زمره امور کشف کردنیه. یعنی شما اگر رضایت خالق رو کسب کنید از طریق دستوراتی که داده شده است، از طریق متون مقدس، ادیان ابراهیمی رو عرض بکنم، فرد میتونه معنای زندگی رو احراز کنه. به تعبیر دیگری به میزانی که مطابق با موازین و دستورات و نقشه راهی که ترسیم شده فرد پیش برود، زندگی او واجد معنا میشود و زندگی خود را معنادار مییابد. و این یه امر فکتواله، یه امریست که کاشفیت از عالم خارج داره، به میزانی که فرد در این مسیر طی طریق بکنه و احوال و افکار و کنش‌های خودش رو با آن مسیر متناسب و متلائم بکنه. این دو شما هم در اسلام می‌بینید، هم در مسیحیت، هم در یهودیت، فرقی نمی‌کنه. من چرا میگم ادیان ابراهیمی؟ چون مقوله God's will یعنی اراده خداوند، God's plan طرح و برنامه خداوند، اینجا معنای مشخصی داره. و الا در ادیان شرقی شما اراده خداوند، طرح و برنامه خداوند، سعادت اخروی، این مضامینی که همه ما شنیده این در اونجا معنای محصلی نداره. قصه ثواب و عقاب و اراده خداوند به این معنا اونجاها وجود نداره. البته میشه در باب مقوله کشف معنای زندگی ذیل اون ادیان هم سخن گفت. من بحث رو چون ما در دل سنت ایرانی اسلامی بالیده این و با آن معنوس‌ترین و توسعاً ادیان ابراهیمی رو بیشتر می‌شناسیم، بر آن متمرکز کردم. خب پس مقوله کشف معنای زندگی این چنین، شما واجد معنا می‌دانید زندگی رو، معنایی که قابل کسب کردن است. در مقابل جعل چطور؟ جعل چنان که از نامش برمیاد، یعنی شما برسازید، به زندگی خود معنا ببخشید. و اینگونه اگر فکر بکنید، شاید به تعداد کسانی که قائلن به این که زندگی معناش باید کشف بشه، جعل بشه، ما معانی مختلف برای زندگی داریم. کسی که سنتور نواز فیلم مثلا یه جور به زندگی خود معنا میبخشه، کسی که آنترپرنر کارآفرینه به نحو دیگری معنا میبخشه، کسی که نویسنده است، کسی که در خلوت می نشینه و فیلمثل مراقبه می کنه، کسی که بیزنسمنه، هر کسی به نحوی می تواند با این نگاه به زندگی خودش معنا ببخشه، یعنی معنی زندگی خودش رو جعل بکن. خب حالا با همه این توضیحاتی که ذکر کردم، به مبحث اصلیمون که معنای زندگی در فلسفه ویتکنشتاین متقدم است میرسیم.
امیدوارم این مقدمات نسبتاً طولانی شما رو خسته نکرده باشه. سعی میکنم لب ایده ویتگنشتاین متقدم رو، چه نگاه فلسفی او رو و چه تصویر او از معنای زندگی رو توضیح بدهم، فقراتش رو بخوانم و انشاءالله بحث تکمیلی آن باشه برای فردا شب و پس از اتمام عرایزم مشتاقم امشب که از نکته سنجی های عزیزان هم بهره مند شوم. رساله منطقی فلسفی یا تراکتاتوس که ذکرش رفت، یک کتابی است که چنان که من در مقدمه‌ای که برای نوشتم آورده‌ام تو گویی پیامبرگونه نوشته شده. یعنی ویتگنشتاین ارجاعاتی به کسی چندان نداده، اسم از چند نفر برده، در مقدمه هم از راسل و فرگه تشکر کرده و در این حال انگار که توجه داره که در مقام تغییر مسیر کاروان فلسفه واقع شده است و یه اشعار پیامبرگونه به کار خود داره. خب البته اینها رو میشه گذاشت به حساب بارقه های نبوغی که در او موج میزد و هم اعتماد به نفسی که داشت و در این حال بخت و اقبالی هم که داشته است، همه اینها با هم. از این جهت میگم که شما وقتی که این اثر رو میخوانید و تأثیراتش رو الی زمان نهازا در عالم فلسفه بررسی میکنید، خب یک اثری است که به قول اینجا یا بریک ثرو بوده، گیم چنجر بوده و کاملا مؤثر واقع شده در این که زبان رو به مثابه یه ابژه فلسفی او به بحث گذاشته است. اینکه در باب اینکه ما میتوانیم در باره خود زبان بحث بکنیم و اینکه خود زبان ابژه فلسفی بشه و چگونه این حدود و سغور سخن گفتن معنادار بدل به امری بشود که اهمیت فلسفی داره، اینا همه خب از ابتکارات او بوده است. بذارید من فقراتی از مقدمه خود بر شرح رساله رو هم بخونم جهت ایضاح بیشتر این عرایزم و بعد توضیح بدهم لب ایده او رو به اختصار، لب ایده او در تراکتاتوس رو. من در مقدمه شرح خودم آوردم که در رساله همون رساله منطقی فلسفی است که به جهت ایجاز من رساله گفتم، در رساله نام هیچ منبعی به چشم نمی خورد و کتاب فقط یک پانوشت دارد. گویی نویسنده رساله که پیامبرگونه اسرار نهان را بر آفتاب افکنده، به این دقیقه متفتن بوده است که راه نوینی پیش پای کاروان فلسفه بشری باز کرده است. ویتگنشتاین که چند سباهی در کمبریج شاگرد مور و راسل بود، از دستاوردهای منطق جدید که نسبنامه فرگه‌ای داشت در پیافکنی پروژه فلسفی خیش بهره برد. علاوه بر این به جهت تربیت اولیه در وین و آشنایی با فیلسوفان آلمانی نظیر کانت و شوپنهاور، پروژه فلسفی او متضمن سبقه استعلایی یا ترانسندنتال نیز بود. همچنین ویتگنشتاین تحت تأثیر تولستوی و داستایفسکی بود و به جهت اگزیستنسیل جهان خیش را به جهان این دو نویسنده مشهور روسی نزدیک می‌دید. از همین رو رساله آینه تمام نمایی است از جد و جهد نابغه‌ای که هم متأثر از سنت تحلیلی و فیلسوفان نسل اولی آن، یعنی فرگه و راسل و مور است، هم میراثدار سنت آلمانی استعلایی است و هم دلی در گروه نویسندگان داستانهای انجیل و برادران کرامازوف و حکمت و معنویت مندرج در آثار آنها دارد. میدانید داستانهای انجیل نوشته تولستوی دیگه و برادران کرامازوف هم که متعلق به داستایفسکیه و در احوالش نوشتن که این دو اثر رو مکررن میخونده ویتگنشتاین و اینا همه در بحثی که در باب معنای زندگی میکنیم بی تأثیر نیست. خب این خصوصیاتی که ذکر کردم و ویتگنشتاینی که هم
کار اوریجینال او نسبنامه موری راسلی داره، هم تحت تأثیر کانت شوپنهاوره، هم به لحاظ اگزیستنسیل تحت تأثیر تولستوی و داستایوفسکیه، از چه قراره؟ خیلی موجز ذکر کنم تا به بحثمون برسیم. ببینید، مختصر و فشرده، ایده اصلی او در رساله منطقی فلسفی اینه که ما در باب حدود و صغور معناداری چه میتوانیم بگوییم؟ تئوری معناداری ما از چه قرار است؟ نه هر آنچه که بر زبان جاری میشود واجد معناست. توجه میکنید؟ نه هر آنچه که حتی در قالب جملات درست ساخت در زبان بیان میشه افاده معنا میکنه، بلکه ما باید مرزی قاطع میان جملات معنادار و جملات فاقد معنا بکشیم. در این راستا خب او از logical space عرض میشود که فضای منطقی و پاری مضامین دیگه استفاده میکنه و به اینجا میرسه. من ماحصل رو ذکر میکنم که نظریه تصویری معنای او، یعنی picture theory of meaning، از این قراره که اگر گزاره درست ساختی، یعنی جمله‌ای مثل فرض کنید که گربه روی میز است یا فنجان کنار صندلی است، گزاره های درست ساختی، well formed propositions که تصویر داشته باشند در فضای منطقی، اینا واجد معنا. چه گزاری تصویر داره؟ گزاری که نازل به وضعیت‌های امور ممکنه از نظر او، possible state of affairs. اولا جهان عبارت هست از تمامیت امور واقع، یعنی همه آنچه که ما در جهان پیرامون می‌بینیم، این فقره ای از فقرات تراکتاتوسه. و بعد اگر گزاره‌های معطوف به وضعیت امور ممکن باشند، اینا تصویر دارن و وقتی که تصویر داشته باشن معنا دارن. و بعد صدق و کذب هم فرع بر معنا داری. من اینا رو خیلی فشرده دارم میگم، چون عرض می‌شود هم وقت ما زیقه و هم اینا به اصطلاح طریقیت داره. من میخوام به مقوله معنای زندگی و فقرات مربوط که در انتهای کتاب آمده پس از این بپردازم. به تعبیر دیگه، عموم گزاره هایی که در رشته های علمی طرح میشن، همه آنچه که در فیزیک، در شیمی، در عرض میشود که بیولوژی، همه اینها به یه معنا و laws of nature، قوانین طبیعت، اینا همه معنا دارن چون معطوف به وضعیت های امور ممکنن، اصناف و انواع نسب state of affairs، امور و پدیده هایی که در جهان پیرامونن. شما این مقدار موجزش رو از هم بپذیرید، خیلی بحث فنی و فلسفی داره، اما لبش رو از من بگیرید. مدلولش این میشه که گزاره هایی که از جنس گزاره های اخلاقی هن، گزاره های استاتیک زیبایی شناختی هن، گزاره های منطقی و حتی گزاره های فلسفی، اینا معنا ندارن، برای این که تصویر ندارن. چرا تصویر ندارن؟ چون معطوف به وضعیت‌های امور ممکن در جهان پیرامون نیستن. به همین خاطره که اون میگه منطق خودش رو نشان میده، اخلاق خودش رو نشان میده، زیبایی شناسی خودش رو در هستی نشان میده. تفکیک showing saying یا showable sayable، یعنی گفتنی نشان دادنی، از تفکیک‌های مهم تراکتاتوس ویتگنشتاین. خیلی از امور، یعنی آنچه که در ذیل فلسفه عرض می شود که هنر، اخلاق، منطق قرار می گیرن، اینا همه در زمره امور نشان دادنی هن، نگفتنی، افاده معنا نمی کنن، اما در این حال یه فانکشنی هم دارن، یه کارکردی هم دارن. به همین خاطره که در کتاب تراکتاتوس فقرات 6-4 به بعد، کتاب 7 فقره اصلی داره که در ذیل هر یک از این فقرات، فقرات جزئی، فقرات بعدی آمده، خیلی نقشه زیبایی هم داره و این رو ترسیم کرده، خب مدت‌ها روش کار میکرده. و بعد یادمون باشه این فقراتی که اکنون میخوانیم، اهمیتش هم اینه که بخشایی از این فقرات رو او وقتی ادیت نهایی میکرده
سرباز بوده در ارتش اتریش در جنگ جهانی اول، در کول پشتی خود نسخه ای از این تراکتاتوس رو حمل می کرده وقتی که می جنگیده. و این تجربه زیسته او هم به نهایی کردن این کتاب، خصوصا این فقرات اگزیستنشیلش، کمک بسیار کرد. نوعی دست و پنجه نرم کردن مستقیم با مرگ، چنان که در پاره‌ای از نوشته های خودش آورده است. و به هر حال اون موقع برخی از هم سنگریاش گفتن که داستانهای انجیل رو خیلی میخونده، کتاب داستانهای انجیل تولستوی اصلا بایبلش بوده، این رو میخونده مرتب. و تو این فضاست که حالا راجع به امور نشان دادنی شوئبل، که همه آنچه که گفتم از جنس هنر و اخلاق و منطقه و حتی خود گزارای فلسفیست، اون وقت در بخش انتهای کتاب سخن گفته است. خب من بذارید فقرات مربوط به معنای زندگی و مرگ رو براتون بخوانم، همچنین فقره‌ای که از یکی دیگه از آثارش من نقل میکنم که در باب زندگی درست و نادرسته. تا جایی که خسته نشوید راجع به برخی از این مضامین هم صحبت میکنم، یعنی شرح میدهم و بعد انشالله تکملش باشه برای فردا شب. من فقراتی رو اختیار کردم که تناسب تامی با بحث ما داره و چنان که خواهیم دید مفهوم و مقوله زندگی ابدی مقوله است که با معنای زندگی گره خورده. به نزد ویتکنشتاین زندگی ابدی که از قضا سبقه اینجای اکنونی داره، و چنان که من در کتاب آبی دریای بیکران که نسخی از اون رو هم اینجا هست دوستان عزیز میتوانند ملاحظه و تهیه بکنن آورده ام، وقتی که من شرح رو مینوشتم تفتونی به این نکته نداشتم. این مفهوم رو کازنتزکیس هم در کتاب آخرین وسوسه مسیح آورده، اشاره به زندگی ابدی کرده و نسبتی که زندگی ابدی با اینجا و اکنون داره. حالا من مؤلفه های زندگی ابدی رو هم توضیح میدم پس از اینکه این فقرات رو خواندیم، که همه اینها با مقوله معنای زندگی به نزد ویتکنشتاین گره خورده‌اند و ارتباط وثیقی دارند. خب میگوید که از فقره 6431 آغاز میکنم، 7-8 فقره است و یه نقل قول. میگوید مرگ رویدادی در زندگی نیست، ما زندگی نمی کنیم تا مرگ را تجربه کنیم. اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم، نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدی متعلق به کسانی است که در حال زندگی می کنند. زندگی ما پایانی ندارد، همانطور که میدان دید ما مرزی ندارد. فقره 6:43-11. این ترجمه ها همه از ترجمه نسخه خودمه، چون روایت های دیگری هم داره چنان که آوردم. پس اگر ابدیت را بی زمانی معنا کنیم، نه مدت زمانی نامحدود، آنگاه زندگی ابدی متعلق به کسانی است که در حال زندگی می کنند. خب بعد میاد فقره بعدی، خوب توجه بفرمایید. میگوید نه تنها تضمینی برای فنا ناپذیری زمانی روح انسان، یعنی زندگی ابدی آن پس از مرگ وجود ندارد، نه تنها تضمینی وجود ندارد، بلکه این فرض پیش از هر چیز از به انجام رساندن هدفی که همیشه برای آن به کار رفته است کاملا ناتوان است. مگر با بقای ابدی من معمایی حل خواهد شد؟ مگر با بقای ابدی من معمایی حل خواهد شد؟ آیا آن زندگی ابدی خودش همانقدر معماگونه نیست که زندگی کنونی؟ آیا زندگی ابدی خودش همانقدر معماگونه نیست که زندگی کنونی؟ راه حل معمای زندگی در مکان و زمان بیرون از مکان و زمان واقع است. خب این فقره 6:43-12
بعد میگوید که هنگامی که نمیتوان پاسخ را به قالب کلمات درآورد، پرسش را هم نمیتوان. هنگامی که نمیتوان پاسخ را به قالب کلمات درآورد، پرسش را هم نمیتوان. معما وجود ندارد. اگر پرسشی اساساً طرح شدنی باشد، میتوان بدان پاسخ هم داد. 6-5 اگر پرسشی اساساً طرح شدنی باشد، میتوان بدان پاسخ هم داد. و فقره 652 احساس ما این است که حتی هنگامی که همه پرسش‌های علمی ممکن پاسخ داده شود، مسائل زندگی کاملاً دست نخورده باقی میماند. البته در این صورت دیگر پرسشی هم نمیماند و همین از پاسخ. احساس ما این است که هنگامی که همه پرسش‌های علمی ممکن پاسخ داده شود، مسائل زندگی کاملاً دست نخورده باقی می‌ماند. البته در این صورت دیگر پرسشی هم نمی‌ماند و همین است پاسخ. و فقره آخر 6521 راه حل مسئله زندگی را در محو شدن این مسئله می‌توان دید. راه حل مسئله زندگی را در محو شدن این مسئله میتوان دید. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است، نتوانستند بگویند این معنا چیست؟ دوباره میخونم این فقره آخر رو براتون. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است، نتوانستم بگوین این معنا چیست؟ خب عرض می شود که یه فقره دیگری رو هم براتون بخوانم و با صرفا توضیح سه مؤلفه مفهوم زندگی ابدی بحث امشب رو ختم می کنم و انشالله فردا شب بستی بیدهم این مضامین رو. میگوید که این رو من از کتاب ویتکنشتاین و حکمت نوشته مالک حسینی نقل میکنم براتون. این نقل قول رو توی یادداشت‌های ویتکنشتاین آمده، همش متعلق به دوران نخست فلسفی اوست. گفتم بحث ما بر روی ویتکنشتاین متقدم متمرکز است یا لودویگ جوان. آورده است که این نقل قول از او: زمانهایی هست که نمیتوانم صرفاً در حال و با روح زندگی کنم. ساعتهای خوب زندگی را باید موهبت دانست و شاکرانه از آنها لذت برد و در غیر این حالت در برابر زندگی بیتفاوت بود. موهبتی که از آن لذت میبرم به نحوی که حالا میتوانم فکر کنم و کار کنم وصف ناشدنی است. باید در برابر دشواری زندگی بیرونی به بی‌تفاوتی برسم. باید در برابر دشواری زندگی بیرونی به بی‌تفاوتی برسم. فقط کافی است به جهان بیرونی وابسته نباشی. آن وقت لازم نیست از آن چه در آن روی می‌دهد بترسی. وابسته نبودن به چیزها راحت‌تر است تا به انسان‌ها. فقط کسی که نه در زمان بلکه در حال زندگی می کند سعادتمند است. برای زندگی در حال مرگی وجود ندارد. انسان نمی تواند خود را بی درنگ سعادتمند سازد. کسی که در حال زندگی می کند بدون ترس و امید زندگی می کند. ترس از مرگ بهترین نشانه زندگی نادرست، یعنی زندگی بد است. ترس از مرگ بهترین نشانه زندگی نادرست، یعنی زندگی بد است. خب ملاحظه بفرمایید، اگر همه آنچه که خواندم رو کنار هم بگذاریم، به نظرم میشه این چنین فهمید که اولا زندگی ابدی نسبت وثیقی با مقوله معنای زندگی به تعبیر ویتکنشتاین داره. زندگی ابدی که دیدیم به تفاریق در فقرات تراکتاتوس و همچنین نقل قولی که آوردم از آن لودویگ جوان یاد میکنه، و ثانیاً خود زندگی ابدی چنان که من در میابم و میفهمم سه مؤلفه داره. اولی زندگی در حال، زندگی
زندگی در حال، زندگی که متضمن در بند گذشته و آینده نبودنه، گذشته دود شده و پایان رفته رو پس پشت نهادن. سپهری که میگوید زندگی آبتنی کردن در حوضچه اکنون است، زندگی تر شدن پی در پی، به یه معنا همین زندگی در حال داره اشاره میکنه. سنت عرفانی ما هم البته در این باب کم سخن نگفته است. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی، هست را از نسیه خیزد نیستی، در مثنوی مولانا. یا در دیوان حافظ، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست، پیوند عمر بسته به موییست، هوش دار، غمخوار خیش باش، غم روزگار چیست. خدا عمر بده استاد شجریان رو، سلامت ببخشه به ایشون. اگر شنیده باشید همایون عزیز این غزل رو با صدای خیلی خوشی خوانده است. اگر احیانا نشنیده اید پس از اتمام عرایض من بد نیست که گوش بکنید. غزل لطیف حافظ با این مطلع، خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست، ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست، هر وقت خوش که دست دهد مقتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست. این همون زندگی در حاله که مؤلفه اول زندگی ابدی است به روایت ویتکنشتاین. مؤلفه دوم زندگی درونی. زندگی درونی به این معناست که کفه انفسی درونی کسی که زندگی ابدی پیشه کرده بر کفه آفاقی بیرونیش میچربه. توجه میفرمایید؟ کفه انفسی درونیش به کفه آفاقی بیرونیش میچربه. یعنی چنین سالک مدرنی به تعبیر من، چنین فردی که در پی تحقق زندگی ابدیه بیش از هر چیزی دل مشغول احوال خودشه، نه اینکه به امور بیرونی نمیپردازه، اما کفه انفسی درونی چنان که گفتم پررنگتر و برجسته‌تره. روزهای بارانی و ابری ضمیر خودش رو، سرزمین وجودی خودش رو ابتداءً رصد میکنه و به این معنا کامکاری وجودی، شادکامی، ناخرسندی، همه آنچه که هست رو در درون سرزمین خودش جستجو میکنه. یه تعبیر نیکویی در مثنوی هست و همچنین در دیوان شمس، مرغ خیشی صید خیشی دام خیش، صدر خیشی فرش خیشی بام خیش. ببینید چقدر تعبیر قشنگ جهت توضیح این مقوله انفسی یا کفه درونی. میگه تو هم مرغ خودتی، هم صید خودتی، هم دام خودتی. مرغ خیشی صید خیشی دام خیش، صدر خیشی فرش خیشی بام خیش. یا در دیوان شمس، عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خیش، خون انگوری نخورده بادشان هم خون خیش، ساعتی میزان آنی ساعتی موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. این اون کفه پررنگ انفسی درونیه. از هشت کتابم براتون بخوانم. در یکی از اشعار دفتر حجم سبز سهراب میگه پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد، لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کرد. ببینید کانترست رو چقدر لطیف برکشیده. میگه پشت شیشه تا بخواهی شب، مثل الان که اینجا شب بیرون پشت شیشه، اما در اتاق من چه خبر بود؟ تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج، در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. اینون
برکشیدن و برتری بخشیدن به کفه انفسی است که من از آن به زندگی درونی تعبیر میکنم، مؤلفه دوم زندگی ابدی. و مؤلفه سوم که در جای خود عرض میشود تأمل برانگیزه و اتفاقا تنین بودیستی هم در تراکتاتوس داره این تعبیر، هرچند اشاره ای نه به نام بودا شده نه به آموزه های بودیستی، من به این مؤلفه سوم میگم زندگی بی پرسش. در همان بخشی که براتون خواندم اگر یادتون باشه از این فقرات که مگر با بقای ابدی من معمایی حل خواهد شد، آیا آن زندگی ابدی خودش همان قدر معماگونه نیست که زندگی کنونی؟ و بعد راه حل معمای زندگی در مکان و زمان، یعنی زندگی اینجایی، اینجایی که ما تخت بند زمان و مکان هستیم، راه حل معمای زندگی در مکان و زمان بیرون از مکان و زمان واقع است. توجه می فرمایید؟ در این زندگی بی پرسش که گفتم تنین بودیستی داره، این زندگی آکنده از پرسش‌های فلسفی کلامی نیست. به همین خاطر بحث درباره فناپذیری یا فناناپذیری زمانی روح انسان راهکش نیست. به اصطلاح یه معمایی است که به فرد کمک نمی‌کنه. آنچه که به فرد از منظر ویتکنشتاین کمک می‌کنه این است که تجربه زندگی توأم با آرامش و طمأنینه رو در این چند سباهی که بر روی کره خاکی است از سر بگذراند. انسان البته پرسش‌های ابدی معماگونه زیاد داره، اما اونها رو باید کنار بنهه. در واقع همه سخن ویتکنشتاین این است که به نوعی اون قرار رو در اون بیقراری یا اون پاسخ رو در بیپاسخی سراغ بگیره، رها کن اون پرسش‌ها رو. این اون زندگی بی پرسشه، یعنی به سراغ پرسش هایی بیاد که براش پاسخی میتوان داد. اون معما بودن زندگی، میگه چه زندگی اون جهانی معماگونه است، چه زندگی این جهانی. تو به اون پرسش هایی بپرداز که بتونی پاسخ بدی. اون پرسش از چه قرار است؟ اون پرسش اینه که من حالم اینجا چگونه خوشتر میشه. میگه این پرسشه که جواب داره. ملاحظه میفرمایید؟ نه اون پرسش های معماگونه‌ای که قرنها بر سرش متکلمان، فیلسوفان، بزرگان بحث کرده اند و به پاسخ فیصله بخشی نرسیدن. به این معناست مسئله معنای زندگی هم از نظر ویتکنشتاین همینه، بیش از این که پاسخ نظری داشته باشه پاسخ عملی داره. اینو نکته ایست که من فردا شب ان‌شاءالله توضیح بیشتری میدم که به چه معنا با وام کردن فقرات مختلفی از این رمان که معنای زندگی رو نمیشه آرتیکولیتش کرد، تبیین نظری بردار نیست، با تجربه زیسته ارتباط وثیقی داره و بیش از این که پاسخ نظری داشته باشه پاسخ عملی داره و در تجربه زیسته پدیدار میشه و به دست میاد. تجربه زیستهی که مبتنی بر زندگی ابدیه، زندگی ابدی که این سه مؤلفش رو ذکر کردم، میشه برای فرد معنای زندگی رو به ارمغان بیار. ملاحظه میکنید؟ به تعبیر دیگه تا وقتی کسی زندگی ابدی پیشه نکرده، به توضیح که عرض کردم و حالا دوستان هم میتوانند بپرسن در این باب یا ملاحظاتشون رو در میان بدهن، مقوله معنای زندگی برای او همچنان یه مقوله نظری باقی میمونه. مثل اینکه ما راجع به یه چیزی حرف میزنیم، حالا فردا شب میبینیم از قول کیر و جان، مثل اینکه شما راجع به مارچوبه حرف میزنی، میشه ساعتها حرف زد راجع به مارچوبه، میشه راجع به طعمش، راجع به مزهش، وزنش، اینا همه سخن گفتن در باب مارچوبه است. اما وقتی اون رو بچشی، اون وقت به یه معنا دیگه لازم هم نیست توضیح بدی مارچوبه رو. ملاحظه میفرمایید؟ چشیدی مارچوبه رو. معنای زندگی هم به نظر ویتکنشتاین وقتی که از زندگی ابدی یاد میکنه، تا وقتی که کسی این راه حل رو در مسئله انگاشتن معنای زندگی میپنداره از آن دوره. اما وقتی که راه حل رو یا احراز معنای زندگی رو در محو شدن مسئله سراغ بگیر، اون وقت بهش میرسه. چون معنای زندگی مقوله نظری نیست که بشه اون رو فراچنگ آورد. از اون باید فاصله بگیری،
مسئله بودنش محو بشه، به محاق بره، در زمره امور نظری به حساب نیاید، تا بعد تو بتونی بهش برسی، تا بتونی اون رو با گوشت و پوست و خونت لمس بکنی. به همین خاطره که زندگی در حال و زندگی درونی و بی پرسشی پیشه کردن، به توضیح که آوردم، راه حل فهم مسئله معنای زندگی رو به انسان نشان میدهد. در نگاه ویتکنشتاین اون تفکیک گفتن و نشان دادن حالا شاید خودش رو بیشتر عرض می شود که روشنگر تر شده باشه برای دوستان که به چه معنا ما یه سینگ داریم، یه شوینگ داریم، یه گفتن داریم، یه نشان دادن داریم در فلسفه ویتکنشتاین. و معنای زندگی در زمره امور نشان دادنی، نه گفتنی. البته که نکاتی که ذکر کردم همه در مقام گفتن بود، اما اینا همه به نحو اشاریه، یعنی نه اینکه من اینو آرتیکولیتش کنم، صورت بندی منقحش بکنم، بلکه همین اشاراتی که به زندگی در حال و زندگی درونی و زندگی بی پرسش میکنیم، همین مؤلفه ها فی الجمله به ما میگه که زندگی ابدی چه مؤلفه هایی داره و اینکه معنای زندگی از جمله امور نشان دادنی است که به میزانی که شما به این امور مشتغل میشوید، معنای زندگی بر آفتاب افکنده میشود و به شما نشان داده میشود. اما این از وقتی آغاز میشه که شما سپر بیاندازی برای اینکه بخوای معنای زندگی رو فراچنگ بیاری، یعنی اون رو آرتیکولیتش کنی، صورت بندی نظری بکنی، اون راهی به جایی نمیبره و شما انگار که هی داری از مسیر دورتر میری، در کجراه پای مینهی، وقتی که این چنین را در پی احراز معنای زندگی هستی. توجه میفرمایید؟ خب فکر میکنم برای بحث امشب کافی باشه، دوستان هم خسته شدن. عرض می شود که شرح بیشتر آن و احیانا جذابترش به خاطر اینکه پای رمان به میان می آید رو به فردا شب موکول می کنم. در این حال اگر دوستان مجالی داشتن تا فردا شب این فقراتی رو هم که براتون خواندم دوباره بخوانن یا در مضامینش تأمل بیشتری بکنن، گفتگومون سودمندتر خواهد شد. از توجه شما سپاسگزارم. مشتاقم که از ملاحظات و نکته سنجی های عالمانه دوستان بهره مند بشوم. و سلام. سلامت باشید. من نمیدونم یه نکته دارم اگر شما بفهمید، مثل که ایشون فرق نمی کنه. من چیزی که برام جالب بود آقای دکتر، توی صحبتاتون اون چیزی که من میفهمم، نسخه‌ای که ویتکنشتاین برای ما میپیچه، حالا خیلی عامیانه‌ش رو دارم میگم، اون بنده خدا نسخه نپیچیده، ولی خب اگر خلاصه بخوایم نسخه بگیریم، اینه که میگه راه حل زندگی محصور در زمان و مکان بیرون از زمان و مکان واقع شده. خب این به یک معنی گزاره که خب خیلی جاهای دیگه اما مشابه این رو میشنویم و گزاره دقیق به نظر میرسه حداقل، ولی خب نمیشه اینو گفت به خاطر اینکه باز از جنس زندگی زیست است، یعنی باید زندگیش کردیم گزاره رو تو ببینی که حقیقت سنجیش فقط از طریق زیستنش ممکنه. اما خب گویی که یه فراموشکاری این وسط یا یه غفلتی ایجاد شده از اینی که خیلی خب این آدمی که حالا فعلا از ایز در بند زمان و مکانه و آنات بی زمان و بی مکان خیلی به ندرت و خیلی بی اختیار، یعنی بدون اینی که اون آدم روش روی پیش آوردن اون آنات تسلطی داشته باشه واسش ممکنه. بله آنات بی زمان و مکان پیش میاد، اما نمیتونه خودش با اراده خودش این آنات رو پیش بیاره برای خودش، فقط میتونه در مسیر بارش باران قرار بگیره، نمیتونه بارونو به سر خودش ببارونه. انگار این فراموش میشه و خیلی خب حالا منی که همچنان توی این وضعیت
درگیرم و درسته حالا نظرم رو به اینه که آنات بی زمان و مکان رو تحویل بگیرم و جدی بگیرم و زندگی رو و معنای زندگی رو اونجا جستجو کنم، اما حالا فعلا چه کنم؟ یعنی این خودش یه سوالی میشه. یعنی میبینید که دو تا ساحت زندگی انگار اینجا در کاره، با وجودی که اینا دو تا نیست، ولی خب وضعیت امروز بشر اینو میطلبه که اینو انگار این دوگانگی رو ببینیم. که حالا آدمایی هم بودن که اومدن واسه این از ایز آدمیزاد یه سری پیشنهادا دادن. ایز ببخشید چی؟ من منظورم اونطوری که هست، اونطوری که آره وضع حالش. یه سری آدم هم بودن که اومدن راجع به اون پیشنهاد دادن. مثلا تو همین جلساتی که با هم داشتیم در مورد ویکتور فرانکل و کتاب انسان در جستجوی معنی صحبت کردیم، فرانکل اونجا خب میاد و این وضعیت رو به رسمیت میشناسه. حالا درسته که ممکنه که اون وضعیت که ویتکنشتن ازش صحبت میکنه هم به رسمیت بشناسه، اما میگه خیلی خب حالا فعلا اگر من توی اردوگاه نازی گیر کردم و این فشار روم هست، باید یک جوری همچنان این ارگانیسم رو، این چیزی که دارم رو بتونم راه ببرم. و خب میاد و شاید این برمیگرده به اون بخش اول صحبت شما که میاد و یک جعلی میکنه برای معنی زندگی برای خودش، یک چیز رو پیدا میکنه. یا مثلا متفکران اگزیستنشیال که میان و یک سری وضعیت‌های رو به رسمیت میشناسن از آدمیزاد و با بعد از این به رسمیت شناختن و یک سری توصیه‌هایی بهش میکنن که خیلی خب حالا تو بیا و به این سمت‌ها حرکت کن تا کمتر زجر بکشی. یعنی باز البته این خب یه مقدار باز میخوره به همون تفکراتی که دارن در حقیقت میگن چجوری زجر کمتر بکشی. میخواستم ببینم بین این دوتا شما چطور، چه تناظری میبینید؟ یعنی اگر که این تلاش هایی که مثل تلاش ویکتور فرانکل یا تلاش متفکرین اگزیستنشیال رو بذارین کنار حرف های لودویگ که الان زدیم، چی میبینید بینشون؟ آیا تناظری میبینید؟ یا آیا اصلا میبینید که ویتکنشتاین این وضعیت کنونی آدمیزاد رو که با وجودی که میخواد آنات بی زمان رو برای خودش طلب کنه اما در اختیارش نیست، اصلا این وضعیت رو به رسمیت میشناسه یا چی میگه در این زمان؟ مرسی. بله، نکات خوبی طرح کردید. ببینید اتفاقا تو همین کتاب مواجهه با مرگ که فرد و شب بهش میپردازیم، جالبه یه جا، حالا نمیدونم کیره یا جان، که در باب این که میگوید سویه های اگزیستانسیالیستی رساله منطقی فلسفی و کار ویتکنشتاین مقفول واقع شده کبابیش. و من فکر میکنم، حالا اشاره به متفکرهای اگزیستانسیالیست کردید، یه جاهای این بحثای او راجع به زندگی ابدی با آثار چه ناولیست ها یعنی رمان نویسان و چه متفکران و فیلسوفان اگزیستانسیالیست قرابت و تناسب و تلاعم زیادی داره بحثای ویتکنشتاین. و شاید بیشتر از جنس جعل معنای زندگی باشه تا کشف معنای زندگی. چون اشاره به فرانکل کردید، میدونید فرانکل خب انسان معنوی و عرض میشود کسی بود که تعلق خاطر دینی هم داشت، یهودی زاده بود و ظاهراً باورمند بوده، به گواهی آنچه که نقل شده در آن کتاب هم به هر حال اشاراتی آمده است، که خب متد لوگوتراپی او هم الان از شهرتی برخورداره. ما در همین کار کانسلینگی که میکنیم و درسایی که خوندیم در سایکولوژی، اصلا صاحب مکتب ویکتور فرانکل یعنی معنا درمانی یا لوگوتراپی او، که خب حالا بیشتر بابت به درد کسانی میخوره که در زندگی احساس پوچی و بیمعنایی کردن. و اصل و اساس استدلال او و فرانکلی ها هم این است که خب در اون شرایط دهشتناک اردوگاه نازی کسی بتونه دوام بیاره به رغم همه این معضلات و مصیبت ها، خب در سیاق های دیگر هم هرچند مشکلات جسمی و روحی زیاد باشه میشه دوام آورد. یه چنین چیزی، خب اون کتاب رو احتمالا خوانده اید و انصافا هم تکون دهنده است.
فکر میکنم حالا جالب هر دوی اینها بالاخره یه جور، حالا او در اردوگاه بوده، ویتکنشتون در میدان جنگ بوده، ظاهرا هم گفتم ظاهرا و باطنا در صف اول و خط مقدم هم میجنگیده. سخت با یعنی گفتنش ساده است، الان من و شما رو بذارن خط مقدم جبهه، میدونید خیلی معونه میخواد آدم این کار رو بکنه. من یکی از دوستان صمیمم در تورنتو که پزشکه، البته اینجا کار پزشکی نمیکنه، اما سالها در جبهه به عنوان پزشک در جنگ ایران و عراق خدمت میکرده و میرفته، بعد خودش برای من الان نقل میکنه که میگه خب ببین الان من فلانی همسر دارم، فرزند دارم، خوب کردیم به زندگی این چنینی. میگه من کاملا یادمه، میگه چون ما تو پارک برخی پاری و برخی از عملیات ها میرفتیم با این رزمندگان و میگفت من کاملا یادمه که کجاها ما کمین کرده بودیم، یعنی عقب بودیم، ما که جنگ نمی کردیم، پشت سنگرها بودیم و 4-5 صبح این بچه ها و این کسایی که خط شکن بودن بلند می شدن از پشت سنگر در می آمدن و می رفتن مسیر، و میگفت من جلوی خودم چشمان خودم چندین نفر رو دیدم که این برگ رو زمین ریختن و عرض می شود که کشته شدن، و میگفت در اون موقعیت باید باشی تا بفهمی از پشت سنگر در آمدن و به صف دشمن زدن و عرض می شود تیر خوردن و کشته شدن یعنی چی، چه وضعیت وجودی میخواد. حالا میخواهم میگم ویتکنشتنم تو اون موقعیت بوده ظاهرا در جنگ جهانی اول که مدال شجاعت هم گرفته، اما دغدغه او چنان که برای خواهرش بعدا نوشته این بود که با مرگ دست و پنجه مستقیم نرم بکنه. حالا میخوام میگم همه اینها اتفاقا مؤثر بوده در نوشتن بخش آخر این کتاب، این 4 صفحه آخر تراکتاتوس که اینقدر بحث برانگیز شده میان اسکالرها، به این معنا فکر میکنم نگاه او از این جنس بیشتر، یعنی زندگی در حال و کفه درونی یا زندگی درونی و زندگی بی پرسش، سخت احراز کردنش، اما همه اینها اون زندگی ابدی رو به ویتکنشتاین نشان میدهد، زندگی که فرد به یه معنا داره نقش خودش رو اینگونه بر صحیفه هستی میزنه، به همین خاطر بیشتر بوی جعل میده تا بوی کشف. منافاتی نداره که کسی این رو کشف کنه با، اما چون این بازیگری فرد اینجا مهمه، روایتگری او، حالا اگر بخوام از تعابیر هانا آرنت و بنیامین و دیگران استفاده بکنم که اصلا زندگی چیزی جز روایت کردن نیست، و من به نوعی با این مؤلفه هایی که او نقل کرده است دارم حکایت این و آن رو رها میکنم، قصه و روایت خودم رو سنا میکنم و به این معنا دارم به زندگی خود معنا میبخشم و نقش خودم رو بر صحیفه هستی میزنم. به نظرم این چنین اون وقت با اون مزامین تناسب بیشتری داره. فرانکل هم به هر حال خیلی قصهش به این روایت نزدیک، هرچند خب برخی گفتن به درستی که با نگاه و نگرش دینی هم در تناسب و تلاعمه. این قصه روایتگری که الان در انتها آوردم هم میتونه مکمل این بحثای ویتکنشتاین باشه، یعنی شما زندگی ابدی رو این چنین در خود محقق بکنید که در حین اینکه این سه مؤلفه هست در این حال فرد روایتگری پیشه میکنه و نقش خودش رو بر صحیفه هستی میزنه. خود ویتکنشتاین هم یه مصداقی از این مفهومه، خودش هم زندگی ابدی پیشه کرد و حالا چه با نگارش تراکتاتوس و بعدها با نگارش دیگر آثارش و کارهایی که کرد در زندگی، خب روایتگری خودش رو بهش عینیت بخشید و مجسمه‌ای بود از روایتگری خودش. خب بفرمید. من دو تا سوال داشتم. یکی این که گفتید که در گذشته ظاهرا معنای زندگی خیلی آشکار بوده، ولی نگفتید چی بوده که آشکار بوده. و دومیش این که خب من توی درس گفتارهای متفاوتی که در مورد معنای زندگی دیدم، یه جورایی پای ادیان ابراهیمی یا کلن ادیان و زندگی ابدی و چیزایی که یه جورایی واسه ماها معنای دینی داره، پای اونها هم وسط میاد.
بعد داخل زندگی امروزی ما با حالا پیشرفت علوم، خیلی از اون چیزهایی که ماها حداقل داخل چیزهای داخل متون دینی دیدیم زیر سوال میره، یا اینکه در موردشون شک به وجود میاد و آدم میمونه که کدوم سمت رو بره که بتونه اون آرامش درونی خودش رو حفظ کنه. خیلی متاسفانه مثلا بخش دینی رو بچسبه، یا اینکه نه کل اون چیزهای دینی رو رها بکنه و حالا چیزهایی که علم هر روز میاد اثبات میکنه اونا رو بگیره و بخش دین رو فراموش بکنه، یا اینکه یه راه سومی در پیش بگیره واسه اینکه زندگیش معنادارتر باشه. میگم فکر میکنم که خیلی ها که دغدغه‌های دینی دارن این وسط زندگیشون معناش فکر میکنن که سخت شده، چون خیلی سخت میتونن یه مسیر پیدا بکنن و شاید یه راهش همین باشه که داخل حال زندگی بکنن، خیلی فکر نکنن که به حالا اون بخش دینی یا خیلی به اون بخش علمی. دوست داشتم یه راه حل داشته باشم واسه این که حالا یه نسخه‌ای باشه واسه این که اون آدم‌هایی که میخوان هر دو سمت رو داشته باشن هم در آرامش زندگی برای زندگیشون معنا داشته باشن. بله، عرض می‌شود که خب چند نکته رو شما طرح کردید، من از اولی بیاغازم. ببینید، آنچه که من گفتم در جهان گذشته معانی زندگی مشخص بود برخلاف روزگار کنونی، همان عموماً تأثیر به روایت ادیان از معنا بخشی به زندگی بود. یعنی به نحو اغلبی افراد با همون تصویر از چگونگی معنا بخشیدن به زندگی و احراز معنای زندگی احوالشون خوش میشد، یا به هر حال فکر میکردن زندگیشون سامان پیدا میکنه. یه نکته دیگری هم که حالا اشاره فرمودید من ذکر بکنم، مفهوم تلئوس یا قایته. ببینید، در جهان گذشته ادیان هم بر همین نهج و سیاق پیش میرفتن. ما یه قایتی داشتیم، هدفی که بیرون از ما بود و به آن سمت روان بودیم، هم جهان به اون سمت در حرکت بود و ما هم به طبع همین کارو میکردیم. یکی از اوصاف علم جدید میدانید پرپسلس بودنه، چنان که گفتن اگر دیده باشید در کتاب استیس دین و نگرش نوین، یکی از توضیحاتی که میده به درستی اون قایت اندیشی ارسطویی است که از مقومات جهان جدید بود و در جهان جدید از میان رخت بربسته، یا دست کم اون تلئوس به اون معنای امری بیرونی که بهش ما قرار برسیم دیگه دست بالا را نداره. میخوام میگم اینا همه مؤثره در آن که ما فکر بکنیم که خب در جهان گذشته خیلی روشن بود که هدف چیه، قایت چیه، و بعد هم نسخه ادیان شنیدنی تر و مقبولتر و پذیراتر بود. این از اون. در باب آنچه که اشاره میکنید در روزگار کنونی، ببینید من به نوعی یا هر کسی نمیشه نسخه یکسان و جهان شمول برای همگان پیچید و توصیه کرد. بستگی به پیشینه تعریفی، پیشینه ببخشید تربیتی و معرفتی افراد داره. اگه کسی خودش رو همچنان در قرن 21 در سال 2020 در جهان رازآلود میبینه و تجربه میکنه، هرچند در شهر کلگری زندگی میکنه، در نیویورک هستن کسانی این چنین، میدونید او همچنان از اون نسخه های سنتی و عرض میشود به تعبیری که آوردید ادیان میتونه استفاده کنه. اما اگر کسی جهانش را زدائی شده است، به تعبیر اقبال لاهوری، چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. کسی که جانش دیگر شده، خب جهانش هم دیگر شده و به نحو دیگری به دنیا نگاه میکنه، چنین کسی بله البته او اون راهکارهای سنتی شاید به کارش نیاد. توجه می‌فرمایید؟ و اون وقت اون زندگی در حالی که اینجا اشاره می‌کنه ویتکنشتان، شاید این نسخه ها پذیرفتنی تر باشه. توجه هم داشته باشید این زندگی در حال یا زندگی ابدی که سه مؤلفه داره به توضیحی که به تفصیل آوردم، منکر روایت ادیان نیست، میدونید، اما این روایت اینجایی اکنونی رو سودمندتر و کارآمدتر می‌بینه. ولی برای کسانی که گفتم ذهن و ضمیرشون این چنین شده است،
اما اگر کسی این چنین نشده و همچنان قصه تلئوس براش خیلی پررنگه، قصه قایتمندی این جهان میدونید، و این که ما باید یا به اون سمت داریم حرکت میکنیم، روایت ادیان رو همچنان خیلی باهاش بر سر مهره، خب میشه از اون استفاده بکنه. میدونید شما نگاهتون، یعنی نگاه من اینه که من همیشه به این حکمت انباشته در تاریخ بشر خیلی بهش باور دارم و زور و قدرت سنت رو هرچه که سنم بیشتر میشه بیشتر در میابم. بازخوانی انتقادی سنت که خیلی نیکوه، من هم حالا در حوزه نواندیشی دینی سالهاست به همین امر مشغولم، چرا که میدانید در این حال از اهمیت و بصیرت‌های سنت هم نباید غافل شد. حالا اهم از سنت ایرانی اسلامی ما، سنت بودیستی، این حکمت انباشته در این سنت ها، این که اینا به نحوی به امور مختلف و متعدد می اندیشیدن، زمانتی که زمشرت زمانتی که فکرین ببخشید دوامی که پیدا کرده تا روزگار کنونی، اینا خب یه چیزایی توش بوده. میدونید مثلا همین سنت بودیستی که الان اشاره کردم بهش و اون تعبیر معماگونه بودن و زندگی بی پرسش پیشه کردن، خب اینا یه قدمت 2-3 هزار ساله داره، دست کم از زمان بودیزم به این سو. اینا خب همه یه نکات حکمی توشه، البته بعد پالایشش کرد، بازخوانی انتقادیش کرد. من به اون بخش دوم پرسشتون بخوام پاسخ بدم، همینه، بستگی داره تا شما خود رو چگونه میبینید. میدونید شما کجا ایستاده اید، نسبتتون به جهان رازآلود و جهان رازدایی شده اکنون چیه. اگه خود رو بیشتر به اون جهان متعلق میبینید، خب از اون نسخه ها هم بهتر میتونید استفاده کنید یا به جان شما بیشتر مینشینه. اگر هم به این جهان بیشتر خودتون رو متعلق میبینید، خودتون یعنی ذهنتون، ضمیرتون، خب این راهکارها احتمالاً که بصیرت زا هم هست بیشتر به کار میآید دیگه. اون شعر مرحوم حسین منظمی خاطرتون هست دیگه، میگوید که درون آینه رو به رو چه میبینی، تو ترجمان جهانی بگو چه میبینی، تویی برابر تو، چشم در برابر چشم، در آن دو چشم پر از گفتگو چه میبینی، تو هم شراب خودی هم شراب خاره خود، سوای خون دلت در سبو چه میبینی. این که تو در برابر یه آینه ایستاده ای، دو تا چشم در برابر دو چشم پر از گفتگو، اون وقت نتیجه این گفتگوها و سخن گفتن با خیشتن هرچی که باشه میشه بر اون سیاق تصمیم گرفت و پیش رفت. بفهمید؟ من هم به تو سوال دارم. سوال اول اون قسمت مقدمه این چه بکنه، حالا گفتیم که حالا یه دنبال معنی زندگی گشتن و یه حالا جل کردن معنی و سختن، یکم وقتی این توضیح میدادیم چیزی که تو ذهن من اومد این بود که انگار شما حالا وقتی هم که میگردی دنبال زندگی، انگار که در نهایت میرسی به جل کردن زندگی، فقط انگار یکم راه خودت سخت‌تر میکنی بکنی، چون که یه مسئله یه ریاضی نیست که دو دو تا چهار تا که آخر کارم نمیدونم اون چیزی هم که پیدا میکنی چیه، خیلی شاید بیسی که نداره، که شاید در نهایت همون جهل میکنی، ولی خب حالا یه راه سخت در انتخاب کردی. نمیدونم حالا یه کامنتی روی اون داریم. و سوال دوم هم ربط این فلسفه حالا با فلسفه آلبر کامو، چه آلبر کامو هم که خب خیلی میگه بی تفاوتی به زندگی، حالا اونم اگه توضیح داری نداشت. بله، عرض میشود که راجع به پرسش اولتون که ببخشید یه بار دیگه بفرمایید یه کلمه شون، وقتی که توضیح میدادین گفتین که جعلو، بله بله، فکر کنم مفهومن تفکیکش روشن باشه. من اون مثالی هم که زدم راجع به لیوان و برخی دیگه از امور که در جهان هستن مستقل از ما و ما هستند و اونها رو میخواییم کشف کنیم، احراز کنیم، فراچنگ بیاریم، این یعنی یه چیزی که وجود داره مستقل از من، میدونید این میشه اون کشف معنای زندگی.
اما اگر من بگم نه، چیزی تحت عنوان کشف معنای زندگی مستقل از من وجود نداره، من اون رو باید جعل کنم، برسازم، فکر میکنم اون وقت این اون دایکاتومی رو توضیح میده. و بعد در مقام عمل هم همطور که در پاسخ به پرسش دوستان آوردم، کسی که در پی محقق ساختن اراده و عزم و پلن خداوند در هستی روان میشه، آنچنان که در ادیان ابراهیمی آمده، تو گویی انگار داره اون معنای زندگی رو که یه جا واقع شده میره تا اون رو به دست بیاره. میدونید؟ داره این مسیر رو که ریل گذاری شده است، حالا به تعبیری میره تا بهش برسه، به شرطی که درست حرکت کنه و از ریل خارج نشه. اما در دومی نه، ریلی نیست، خودتی که داری معنا رو میسازی و پیش میروی، نه اینکه یه ریلی از پیش تعیین شده ای هست، مسیر مشخصی که داری از آن تبعیت می‌کنی. در باب پرسش دومتون هم به اختصار بگم، ببینید در آثار کامو، بله، حالا نمیدونم اگر سقوطش رو خوانده باشید یا بیگانه او رو، و یه جور به نزد کامو یه جور ابسردیتی تو هستی موج میزنه و شاید به نزد او جعل معنا هم کار ساده‌ای نباشه. سارتر برخلاف او فکر میکرد که میشه به زندگی معنا بخشید، باید همین کار رو کرد. انسان محکوم به آزاد بودن و به میزانی که شما آزادی خودت رو به منصه ظهور میرسانی انسان‌تری، و به تعبیر امروزی امشب ما شخص در جعل معنای زندگی خودش موفق تر. کامو ظاهرا نه، خیلی تلختر میدید و به نزد او اون تنهایی تلخ و سرد خیلی پررنگ بوده. میخوام میگم روایت او با ویتکنشتان متفاوته، یعنی ویتکنشتان میگه نه، میشه به زندگی معنا بخشید از طریق زندگی ابدی با توصیفاتی که ذکر کردم. به نزد کامو احتمالاً اینا خب یه جد و جهدهایی هست، اما چندان وافی به مقصود نیست، و که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش، یعنی خیلی خبری نیست، و همین کارها رو هم بکنی آخرش زندگیت واجد معنا نمیشه. حالا فل جمله عرض میکنم. بفن اول که بسیار استفاده کردیم، بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه فوق‌العاده بود. من سوالم دقیقا ناظر است به این که فرمودید که توی ادبیات کهن ما معنای زندگی کمتر واژه‌اش اومده یا مفهومش. چیزی که به جاش به نظرم زیاد اومده، حداقل مولانا تو مثنوی تو مقدمش جز ده تا کلمه اولش که میگه که حاضر کتاب مثنوی اصول و اصول دین و فی از کشف اسرار، اسرار زندگی خیلی ازش صحبت شده دقیقا. و دقیقا سوالم اینه که نسبت معنای زندگی با اسرار زندگی که ما داشتیم چیست، و اینکه جایی از کتاب که روز که این دارات کردیم بود که اینطوری بود که اگر معنای زندگی رو کسی کشف کرده بود به ما میگفت و نتونسته بگه. عرض میکنم اگر به فرض این فرض میکنم که رابطه ای باشه بین معنای زندگی و رازهای زندگی، راجع به رازهای زندگی البته مثلا مولانا میگه که کسایی که راز رو میدونن رازدار هم هستن، یعنی صرفا این که به ما نرسیده دلیل ناتوانی نیست، دلیل این که نخواستم بگن. زین سخنهای چدور شاهوار اندکی گرگویمت معذور دار، که از درونم صد حریف خوش نفس دست بر لب میزنم، یعنی که بس. میخوام بگم که اگر که نمیشه از این طریق بهش نگاه کرد که ممکنه کسی معنای زندگی رو فهمیده ولی نخواسته بگه، آدم رازداری بوده یا رازداران رازدانانند، از این جهت یعنی میخوام سوال بپرسم نسبت این دوتا آیا نسبتی بینشون هست؟ بله ممنونم، نکته خوبی اشاره کردید جهت این که اتفاقا این کانترست رو، تقابل رو به نظرم بهتر نشون میده. ببینید استشارهای نیکویی هم کردید به مولانا و توسعاً در دل سنت عرفانی ما. ببینید اونا میگن که بله رازی هست و رازداری و رازدانی و اینها رو نمیشه با همه کس در میان نهاد، راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. درسته؟ نکته ها چون تیغ پولاد است تیز، گر نداری تو سپر
واپس گریز، برو. اینا خیلی نکات در واقع یه چیزی هست و نمیشه گفت، میدونید؟ این همون قصه است که در باب سکوت عرفانی هم این حضرات میگن دیگه، کاش که هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. و هرچی گویی دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی، بدان غیر نطخ و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل و قصه هازم. اما در این روایت فیلسوف مدرنی یا سالک مدرنی به تعبیر من، چون لودویگ جوان، نه اینکه هست و نمیشه گفت، اصلا معنای زندگی رو نباید در آرتیکولیت کردن سراغ گرفت. این وقتی که این رو در مقام عمل بورزی به تعبیری، تازه بر تو روشن میشه، میدونید؟ نه اینکه این هست و من نمیگم یا فلانی و بهمانی نمیگن. این با اون نگاه نخبه گرایانه سنت عرفانی ما فرق میکنه. اینجا ببینید براتون دوباره این رو بخونم، میگه راه حل مسئله زندگی رو در محو شدن این مسئله میشود دید یا میتوان دید. آیا این امر دلیل آن نیست که چرا کسانی که پس از شکی طولانی معنای زندگی برایشان آشکار شده است نتوانستند بگویند این معنا چیست؟ نمیگه نخواستند بگویند که این معنا چیست، میگه نتوانستند بگویند. چرا نتوانستن؟ چون مسئله زندگی راه حلش در محو شدن این مسئله است، یعنی همون theoretical articulation، یعنی صورت بندی نظری نمیشه کرد معنای زندگی و چیستیان را. به روایت ویتکنشتاین ملازم میفرمایید، چرا؟ چون برای اینکه زندگی ابدی رو باید مؤلفه هاش رو زیست، حالا به تعبیری. اینجاست که اون بحث پراکسیس هم که خب در ویتکنشتاین متأخر سر بر می آورد گره می خوره با این مقوله و با آن نگاه سنت عرفانی ما و اون رازآلودگی و رازدان بودن اینجا تفاوت پیدا می کنه. اتفاقا حالا این رو شما گفتید عرض بکنم و پاسخ به پرسشتون رو ختم بکنم. من در همون کتاب سکوت و معنا که اولین کتاب فلسفی من بود، مقاله دارم تحت عنوان سکوت در تراکتاتوس و اونجا 4 روایت از همین فقره آخر این کتاب رو که معرکه آرا بوده در این دهه ها بحث کردم. اون فقره موجز و در این حال بحث برانگیز میدانید این است، فقره 7: از آن چه نمیتوان درباره اش سخن گفت باید به سکوت گذشت. خب از آن چه نمیتوان درباره اش سخن گفت باید به سکوت گذشت. من توضیح دادم که چند جور این تو لیترچر خوانده شده. یکیش اتفاقا همین سکوت عرفانیه، برخی ها این چنین خواندن، از جمله جناب جان هیک متعله و فیلسوف دین مشهور معاصر که من توفیق گفتگو و نشست و برخاست زیادی با او داشتم در سالیانی که انگلستان بودم و پس از این هم که از دنیا رفت، مقاله مردی در عبادت سکوت رو نوشتم که اتفاقا از او تعبیر worship of silence رو من اولین بار شنیدم که خب در سالهای آخر عمرش ظاهرا بهش مشتغل بود در شهر برمنگام انگلستان. باری اون سعی میکرد که این سکوت رو سکوت عرفانی بفهمه. اتفاقا من اونجا نهایتا موضع خودم رو گفتم که نه، این سکوت سکوت عرفانی نیست و بیشتر با همین معنایی که الان گفتم، حالا اینجا الان بحث معنای زندگی بود در تناسب و تلاعمه، یعنی میخواد بگه قاعده بازی عوض شده، به امور نشان دادنی که میرسی قاعده بازی عوض میشه، با امور گفتنی متفاوته و با زندگی روزمره هم در تناسبه، میدونید؟ یعنی نباید رازورانه و نخبه گرایانه به این مقوله نگاه کرد. اما کسانی خب در سنت ما که این چنین بوده اند و حتی برخی چنان که گفتم این فقره آخر تراکتاتوس رو هم این چنین خواندن. داوری من این نیست. بفرمایید. بله. با این تعریفی که اتاد من با از حالا نقطه نظر جامعه شناسانه، چون حالا بیشتر فکر میکنم با این تعبیر که شما کردید، با این روایت از زندگی که زندگی در لحظه بی پرسش و معطوف به درون بیشتر، ما چجوری میتونیم در، یعنی اولا که سوال اول اینه که ویتکنشتاین برای چی توی جنگ بود؟ خب حتی شما بهش اشاره کردید،
فرمودید که رفتید که مرگ رو هم نزدیک برید. اگه اینه که خب این حالا بعد سوال دوباره من بیشتر از تو معنی پیدا میکنم، ولی چجوری میشه نسبت به این نگاه خیلی به نگاه منفردانه و فردیرانه نزدیکه، چجوری میشه بی تفاوت نبود نسبت به ظلم و نابرابری تبدیل و این چون این نگاه به درون خیلی شبیه نگاه علیانه که انسان بی تفاوت میسازه انگار. یا من اینجوری فکر میکنم. همین بود فهمشتون سوالتون اینه؟ بله. عرض میشود که نکته خوبیه و قابل تأمل و همچنان که اشاره کردید اختصاصی به ویتکنشتاین نداره، در سنت عرفانی ما هم همین قصه برجسته شده. من تو همون سلسله مقالات دهگانه که تحت عنوان عرفان مدرن نوشتم در کتاب آبی دریای بیکران منتشر شده، اتفاقا یکی از نقدهایی که متوجه سنت عرفانیمون کرده ام و این بخش رو بازخوانی کردم همینه که پرداختن به پلیس یعنی شهر به قول فیلسوفان یونان و کاستن از درد و رنج دیگران به نحو نظاممند در سنت ما بحث نشده. سنت عرفانیمون چرا بحث فتووت عرض می‌شود که درویشی و جوانمردی در پاره از آثار عرفای سنت خراسانی آمده است، اما نه به نحو نظاممند و سیستماتیک. این یه نکته. اتفاقا سپهری که من هم به او خیلی علاقه دارم و درباره‌اش مفصل گفتم و نوشتم، یکی از به نظرم نقصانها یا اموری که کمتر او دیده همین بعد اجتماعیه. شاید چند شعر فقط در دفتر حجم سبز باشه یا عباراتی که خواهم آمد سر هر دیواری میخکی خواهم کاشت، نور خواهم خورد، دوست خواهم داشت، و در همون شعر روی پل دخترک زیبای جزامی را گل خواهم داد. اونجا هست که یه مقدار تعابیر از خود به در آمده است و الا به نحو اغلبی 90% 95% 8 کتاب سبقی ایندیویدوالیستیک داره. این یه نکته، یعنی اذعان به این امر. و من بحثم حقیقتش حول و حوش این بود که معنای زندگی یا زندگی ابدی چه مؤلفه‌ها و مقدماتی در نگاه ویتکنشتاین داره. وقتی که حدود و ثغورش مشخص شد که من کوشیدم این کار رو بکنم، میشه حالا بازخوانی انتقادی هم کرد. من فکر میکنم حالا اگر سلوک او رو قیاس بکنیم یا مورد بحث قرار بدیم از این حیث سلوک شخصیش رو و آنچه که اینجا آمده در این آثار رو و با هم اینها رو تطبیق بدیم، شاید یه تفاوتی حاصل بشه. این رو ذکر میکنم و بعدم موضع خودم رو. ببینید به لحاظ شخصی خب نه، اون آدمی اهل دهش و بخشش بوده چنان که در عرایزم هم آوردم و به دیگران تا جایی که میتوانسته کمک کرده. حالا تا جایی که میتوانسته رو من اکنون عرض میکنم به گواهی هم بخشش ثروتش و هم شرکت در جنگ جهانی اول و بعد در جنگ جهانی دوم. اونجا هم شرکت کرده، در بیمارستانی تو نیوکاسل کار میکرد در جریان جنگ جهانی دوم و بعد اونم وقتی که در اوج شهرت فلسفی خودش بود و آدمی بود که جهان فلسفی او رو خوب میشناخت. میدونید در بند این امور ظاهرا نبوده و در زندگی شخصی خودش اهل این نو بخشش ها و دهش ها تا جایی که میتوانسته بوده. میخوام بگم یعنی سقی آلترویستیک و نوع دوستانه داشته کارهای خودش. اما به لحاظ شخصی بله، این معنای زندگی که اینجا ازش سخن میگه سبقه جمعی چندان نداره و داوری خودم هم این است که حالا بحث فرانکل امروز طرح شد و ایده های نیکویی که او آورده است در مدلی که موسوم است به لوگوتراپی، یکی اگر اون ارزش های خلاقانه باشه، creative values به قول او، که یکی از ستون هایی است که سقف معنای زندگی روی اون زده میشه، یعنی من چه امری رو میتونم خلق کنم، حالا هر چه که هست، یکی نویسنده است، یکی نقاشه، یکی نجاره، مثال میذارم، هر چه که هست، یکی هم چیزهایی است که من از زندگی میگیرم، توجه میفهمید، توی اون دو و سومی نحوه رنج، معنا بخشیدن به رنج هاست.
میخوام بگم از این منظر فرانکلی که با تجربه زیسته ما هم تناسب بیشتری داره، این که من چی به دنیا می افزایم هم خیلی در معنا بخشی به زندگی مؤثره و کثیری از موارد کمک های نوع دوستانه یا دیگری رو در زندگی خود کمک کردن به هر طریقی خیلی کمک میکنه به معنا بخشیدن به زندگی، یعنی آنچه که از جنس آلترویزمه. اینا توی این بحثای ویتکنشتاین بله در بحثای نظریش جاش خالیه و من فکر میکنم خصوصا در روزگاری که من و شما با هم صحبت میکنیم این آلترویزم یا حالا کریتیو ولیوزی که میگم، حالا اگر من توان گفتن نوشتن طراحی موسیقی یا طراحی فرض کنید نقاشی ندارم، یه دهشی از خودم بکنم، یعنی چیزی اضافه کنم به جهان، حالا هم از این که به دیگری کمک بکنم یا به هر حال به پیشبرد یه امری در جهان کمک بکنم، این از خود کندن و کمک کردن، اینا خیلی عرصه یا حالا از تعابیر خود او استفاده کنم سلف ترانسندنس، از خود فراتر رفتن، این ایده فرانکله که میگه خیلی به زندگی معنا میبخشه. درستم هست، منم تشخیصم همینه. اینا جاش در بحث ویتکنشتاین خالیه یا من کمتر دیدم بهش بپردازه. و اما به هر حال این مؤلفه هاش هم مؤلفه های قابل تأمل، یا یه نکته هم راجع به این که آدم چگونه میتونه عرض میشود که بی تفاوت باشه نسبت به آنچه که بیرون میگذره، من فکر نکنم اینو میگه ویتکنشتاین، این رو میتونم یه توضیحه که خودم هم باور دارم بهش بدم در این که نقصانش رو هم ذکر کردم. اون توضیح اینه که نقطه ثقل شخصیت آدم به جای اینکه بیرون او باشه درون او باشه، میدونید؟ یعنی آدم میتونه حساس بشه نسبت به ظلم به تعبیر شما، به آنچه که در جامعه میگذره، اما نقطه ثقل و سنگینی شخصیتیش درون خود باشه تا اینکه بیرون از خود. من هی بیشتر ذهنم معطوف به این باشه که حالا دیگری راجع به من چی میگه، تصویر من نزد دیگری چیه، و حالا اونجا خراب شد منم ویران شدم یا اونجا خوب شد من دیگه خیلی خوبم، میدونی؟ اون بحثیه که تو روانشناسی بهش میگن نقطه ثقل شخصیت. این زندگی درونی که ویتکنشتاین ازش اینجا یاد میکنه، من اون رو بیشتر به معنای کفه سنگین‌تر زندگی درونی، یعنی نقطه ثقل شخصیتی که معطوف به درونه، اینگونه میفهمم. این به نظرم قابل دفاع، ظاهرا خود او همین بوده دیگه. دیدید اون تعبیر بی‌تفاوتی که ذکر کردم، من در سنت خود ما الان چون شمس تبریزی دارم درس میدم مقالات او رو، فکر میکنم او هم خیلی اینجوری بوده. البته این افراد در چشم بیرونی ها لزوما شخصیت های دلپذیری نیستن، اینم هست، یه بلنسی باید رعایت بشه، میفهمم. فقط دارم به قول از بشود جامعه شناسان که شما اهلشون هستید، یه ایدیال تایپی میخوام اگر نشون بدم، اون ایدیال تایپ شاید کسایی مثل شمس تبریزی اینا باشن که خیلی نقطه ثقل شخصیت در درونه. فکر میکنم اون میتونه جمع بشه در اینی که آدم البته که حساس باشه نسبت به آنچه که بیرون میگذرد، و اون از خود فراتر رفتن به قول فرانکل رو هم اضافه کنیم به این مجموعه آنچه که من به ذهنم میرسه. بفهمید از کنم که من سوال که داشتم راجع به سکوت از نگاه ویتکنشتاین بیشتر و اونه که خب بفهمید چیزی که شما فرمودید. من با تعرقی که کردم آراء ویتکنشتاین و برابر اون چیزی هم که از حلقه وین برمیاد، اونی که خیلی دغدغه اپیستمولوژیک داشته بیش از هر چیزی ویتکنشتاین، یعنی بیشتر صحبت سر امکان دریافت معناست تا توصیه برای مثلا معنای زندگی. موافق این شما با این نظر در این که مثلا اونجایی که میگه که برای دریافت این معنا شما باید از این مکان و زمان فاصله بگیرید، این درس امتناعی وجود داره برای دریافت اگر فاصله نگیرید، نه این که در از این یه مکانیزمی باشه برای مثلا فرض کنه زندگی بهتر. و اگه از این دیدگاه نگاه کنیم اون در از برداشت من درست باشه که اصلا دغدغه ویتکنشتاین اپیستمولوژی بوده، این سکوت خیلی مشابهه با سکوتی که مثلا فلسفه ودانتایی ازش صحبت میکنه. در کلام مثلا رامانا مهارشی میشه پیدا کرد که این
کلام ابجکتیو و این سابجکتیویتی رو نداره، ما تجربه سابجکتیو رو نمیتونیم داشته باشیم. این خیلی شبیه به دوره دوم ویتگنشتاین بازی های زمانه نزنه داری. میخوام بگم این دیدگاهی که این سکوت رو میشه از دیدگاه عرفانی به معنای دریافت اگزیستنشال اشیاء بیرون نگاه کرد. بله ممنونم از آنچه که گفتید. این بخش دومش رو که یه توضیح بیشتری میدید این راجب کیه شکر من چون نخوندم او رو، رامانا مهاراشی که یکی از در اصل معروفترین سینت های ادوار اخیر بوده. یونگ خیلی ارادت داشته بهش و به کارتوله خیلی است و خب یه جزوه خیلی کوچیکی داره که اسمش از هو ام آی، خیلی خیلی عمیقه، یعنی فلسفه ودانتایی مطابق با برداشت و بیان او، ولی به اینجا میرسه که اصلا امکان پذیر نیست یک دریافت واقعی، برای اینکه ما تمام دانش ما دانش ابجکتیو، دانشی است که ما حتی خودمون رو ما به صورت یک تصویر، به صورت یک شیء نگاه میکنیم و بررسی میکنیم و از این در اصل اون مرکز عوض میشه، همون چیزی که شما میگید مرکز داخله یا بیرون. اینجاست که ایگو به وجود میاد و از اینجا به بعد تمام این نالج ما یک نالج ابجکتیوه، سایه های روی دیواره بوله افلاطون، و این اون فاصله یه که بعد فقط با سکوت پر میشه و این سکوت، سکوت فیزیکی نیست، فقط سکوتی که هر نوع روایتی وای میسته در اصل معنا دیگه اونجا وابسته به نشانه نیست، معنا وابسته به کلام نیست، اتفاقا با عدم حضور کلامی که معنایی بروز پیدا میکنه که فارغ از کلام، برتر از کلام. این در اصل نگاهی که رامانا مهارشی و روپرت اسپایر و بسیاری از ودایی ها دارن، خیلی شبیه به نظر میرسه به نگاه ویتگنشتاین، با توجه به اینکه اونم داشت نگاه به نظر من نگاه اپیستمولوژی بوده. مثلا نظر شما بله عرض می شود که حالا چون چند تا اسم هم اینجا آوردید که حالا با اون کارهای اونا من آشنام، اما این کسی رو که فرمودید نه، بذارید از اون اول آغاز بکنم پرسشتون. ببینید به یه معنا بله، چون چند بار تعبیر معرفت شناختی رو به کار بردید میشه فهمید، حالا چه در باب معنای زندگی که بحث اصلی این دو شب ماست و چه در باب سکوت که گفتید. ببینید به معنای معرفت شناختی، یعنی در معنای کانتی کلمه، من میتونم بفهمم که حالا بذارید از معنای زندگی آغاز بکنم تا به قصه سکوتم برسم، از یه شروطی داره سراغ میگیره ویتگنشتاین که امکان پذیر میکنه زندگی معنادار رو در روزگار کنونی یا در جهان کنونی. خب یه جور ترانسندنتال کاندیشنز. این رو از این جهت میگم که خب این کتاب خیلی به نظر من، چنان که در شرح هم به تفصیل آوردم، اینو نه در باب معنای زندگی، در باب این که خیلی این پروژه در ادامه پروژه کانته و به یه معنی پرسش های معرفت شناختی کانتی رو خب البته صورت بندی دلالت شناختی و سمنتیک کرده اینجا، اما علل اصول این که مواجهه ما چه با امکان پذیر بودن سخن گفتن معنادار که پروژه اصلی او در تراکتاتوسه که شروطش چیه، و چه حالا بر همین سیاق و با همین توضیح میشه گفت شروطی که امکان پذیر میکنه زندگی معنادار، این اون بخشیست که در چهار صفحه آخر تراکتاتوس آمده. به این معنی باتون هم داستانم. در باب بخش دوم حقیقتش باید بیشتر فکر کنم، به همین خاطرم خواستم که توضیح بیشتری بدید، از توضیحاتتونم استفاده کردم. من اون بخشایش رو که خب حالا چه کارتوله میگه که با آثارش من آشنایی نیکویی دارم و چه فرض کنید کسانی که در حوزه مایندفولنس و اینا کار میکنن یا در سنت هندویزم که بحث از اطفای تموجات ذهنی در میان است و اینکه حالا مرتبه‌ای از مراتب سکوت، بله سکوت زبانی اولین مرحله شه
اما یه جور سکوت ذهنی که حالا شایگان هم در کتاب ابدیم و مکتب‌های فلسفی هند آورده که خب با همون ودانتا و اینا که فرمودید قرابت‌های زیادی داره، اون رو میفهمم که به چه معناست، اما قرابتش رو با سکوت ویتکنشتاینی که من فکر میکنم موضع مختار اوست چندان در نمیابم، به این معنا که خب اینا خیلی به یه جور spiritual silence نزدیکه که خیلی هم بصیرت توشه. بود به نظرم تو تراکتاتوس، یعنی اگر ما باشیم و آموزه های فلسفی ویتکنشتاین به این راه نمیده، هرچند یه جور spirituality که متضمن زندگی کردن در حاله هست، نمیگم با اون منافاتی داره، بذارید اینجوری بگم سازگار هست اما از دل تراکتاتوس در نمیاد. میدونید منظورم چیه؟ سازگار اما هست. چرا سازگاره؟ چون زندگی در حاله، چون زندگی بی پرسشه، چون از میشود زندگی درونی همه مؤلفه‌ای که برای زندگی ابدی آوردن، به همین خاطر میگم در تناسبه، سازگاره، اما از دل آن مستقیم مستفاد نمیشه. میدونید مثلا فرض کنید که حالا جهت اینکه باز عرایزم روشن‌تر بشه، اون شعر بودهی رو احتمالاً در دفتر شرق اندوه سهراب به خاطر دارید. الان شما می‌فرمودید من خیلی یاد اون شعر افتادم. تو اون فضاها بله، آنی بود درها وا شده بود، باغ فنا پیدا شده بود، این خاموش آن خاموش، خاموشی گویا شده بود، با میشی گرگی همپا شده بود، زیبایی تنها شده بود، هر رودی دریا، هر بودی بودا شده بود. این فضا رو من بیشتر با آنچه که گفتید متناسب میبینم و اون سایلنسی که بعده سر برمی آورد به این معنا. من یه سخنرانی سال گذشته داشتم، حالا مایل بودید چون با این نکات که فرمودید تناسب داره عرض میکنم، این رو گوش کنید مایل بودید، تحت عنوان وقت لطیف شن، که این عنوانم از سهراب من گرفتم، ماه رمضان بود و در جمع دوستان زیادی که بودند و خب در تورنتو شبی بود که افطار هم میدادن من صحبت میکردم. اونجا سعی کردم سه نوع سکوت رو متناسب، یا سه نوع روزه رو ببخشید، متناسب با احوال مختلف آدم اصلا تفکیک کنم. یکیش روزه بدن بود که خب همین امسا کردن در خوردن و آشامیدنه. دومی روزه زبان که خب فرد هم کمتر سخن بگه و هم عرض می شود که توجه و تفتون داشته باشه به اینکه آفات زبانی و لسانی او کمینه بشه. و سومی روزه ذهن بود. روزه ذهن که اون مرتبه عالی است، وقتی در میرسه که کاری هم هست سخت، که اطفای تموجات ذهنی رو خوب بده و اون سایلنسی که میگید بیشتر سر برابره، که کاری خیلی سخته، اما آنچه که عرض می شود که کارتوله ازش تحت عنوان مفهوم استیلنس دیدید حتما در آثارش تعبیر میکنه و خود سایلنس، این به اون نزدیکه به آنچه که فرمودید بر مجموعه آن. خب شما هم بفرمایید، فکر میزبان رو هم بکنید. بله نه نه شما بفرمایید. بله من چند شب پیش با یکی از بزرگای فلسفه علم کانادا داشتم صحبت می‌کردم، دکتر عبدالحق حمزه. اون یه چیزی رو گفت در مورد اینکه انگار معنای زندگی از یه جای به بعد واسش عوض شده. داخل صحبت‌های شما هم من این رو برداشت کردم که انگار حالا مدل و معنا یه خورده عوض شده و وقتی در مورد وینکنشتاین هم صحبت کردید، در مورد متقدم و متأخر صحبت کردید. یکی اینکه می‌خواستم بدونم واقعا معنای زندگی به سن بستگی داره، به دوره‌ای که زندگی می‌کنیم، چون مفهوم مدرنیه. و دوم اینکه آیا وینکنشتاین داخل مرحله دوم زندگیش هم همینطوری در مورد معنای زندگی فکر می‌کرده که الان گفتید، یا نه خیلی تغییر کرد؟ بله سوالای سخت می‌کنی. از می‌شود که راجب اولی که می‌فرمایید، یعنی سوال شخصی بود اولی ها، راجع به خودم یعنی میفرمایید؟ نه فقط خودتون، میخواستم بگم که واقعا به دوره زندگی آدم ها برمیگرده، به میانسالی، جوانی، پیری، معنای زندگی، یا نه میتونه یه معنای مستقیم داشته باشه و همونو بگیره و بره. به نظرم فرق که میکنه، میدونید، یعنی ارتباطی داره با ایماج آدم از خودش در دوران جوانی یا نوجوانی و عنفوان جوانی.
شاید آدم فکر میکنه دخل و تصرف تو هستی خیلی میتونه بکنه، میدونید، و خیلی جاده فراخ است و پیش روی او. تا به میان سالی که میذاره انگار این نگاه تغییر میکنه، آدم هامبلتر میشه به قول اینا، و خب بدن هم دیگه اون وضعیت 20 سالگی 25 سالگی رو نداره، سن هم بالاتر آمده، پختگی آدم بیشتر شده. به نظرم فرق میکنه در دوران پیری هم که به قول شوپنهاور افراد خب اگر به اونجا برسن که دیگه از چیزی شگفت زده نشن، اون شور و اون عرض میشود تلاطم های دوران جوانی هم از میان رخت بر میبنده. اما من فکر میکنم اون شگفت زده نشدن رو، که خیلی تعبیر خوبیه در کتاب در باب حکمت زندگی شوپنهاور، اگه آدم بصیرتی داشته باشه یا کرکترش هم به اون این مجال رو بده، جلوتر هم میتونه تجربه کنه. حالا راجع به خود من هم احیانا چون پرسیدید در ابتدا، میتونم بگم بله، یعنی حالا فعل جمله عرض بکنم، منم درکم هرچی که پیشتر آمدم میشه گفت که از معنای زندگی تغییر کرده تا حدودی، و الان اتفاقا با همین مضامین ویتکنشتنی در باب معنای زندگی خیلی هم داستان ترم و سعی میکنم اونها رو محقق بکنم و اون فلاریشینگ رو و شکوفایی باطنی رو تجربه کنم. ملاحظه میفرمایید؟ یعنی خیلی شاید درونی تر میشه از یه جا به بعد، یا همون کفه درونی قصه که میچربه، یا اون ثقل شخصیت که میاد به درون. به نظرم اینه. بس خب حتی علاقه آدم هم عوض میشه و بعدم از ابتدا هم علاقه با هم متفاوته. شما به یه چیزی علاقه دارید، خواهرتون، برادرتون، دوستتون، همسرتون به یه چیزی دیگه، و آدم اون علاقه رو دنبال میکنه، اون استعدادها رو به منصه ظهور برسانه. اینا همه در اون فلاریشینگ مؤثره و مدخلیت داره، و همه اینا البته متوقفه بر خودشناسیه. یعنی اگر من خودم رو درست بشناسم، نقاط ضعف و نقاط قوت رو، و بر اون سیاق حرکت کنم، تصورم اینه که موفق‌تر میشم. شما هم همینطور، هر کسی. بله، در سنین مختلف فکر میکنم معنای زندگی آدم متفاوته میشه به نزد او، و خب مطابق با اونم پیش میره، یعنی هیچ مسئله‌ای هم نداره. اگر دیده باشید، به یه دوست قدیمی میگفتم چند روز قبل که با هم صحبت میکردیم، میگفتم که من یادم همون اوائلی که آقای خاتمی آمده بود و رئیس جمهور شده بود، این رو به لحاظ زمانی میگم، بحث سیاسی نمیخوام بکنم، یادمه که با این بحث زندگی بی پرسش هم تناسب داره. با پاره از دوستان قدیمی اون، من اون موقع دانشجو داروسازی بودم، اواخر دانشجو داروسازی، دوران دانشجوی دانشگاه تهران، رفته بودیم فشم، ویلای یکی از دوستان، یه تعطیلی بود پنجشنبه جمعه. الان دارم فکر میکنم اون موقع که چقدر ما با حرارت، حالا من و یه دوستی یه طرف بودیم، بقیه دوستان اون طرف، راجع به پلورالیسم دینی بحث میکردیم و کثرت‌گرایی دینی. اونا مخالف بودن، ما هم موافق، با همون بضاعت و نگاه اون موقع. ما داشتم به این دوست میگفتم پیروز که این قصه مال 23 سال پیشه، الان اگه برگردم اون موقع، خب حالا اون بحث رو مثلا نیم ساعت میکنیم، نه 6 ساعت، بعد بذارید بقیه کاراش رو آدم میکنیم، میره از طبیعت لذت میبره، نه اینکه ما اومدیم از تهران کوبیدیم رفتیم اونجا تو اتاق نشستیم داریم راجع به کثرت‌گرایی دینی. و خب آخرش چی؟ یعنی به قول ویتکنشتاین، ولی بعضی از چیزها طول میکشه تا در جان آدم بشینه. با حرارت هم بحث میکردیم و طرفین، یعنی کوتاه نمیومدی، بحث میکردیم فلان. همون موقع بود که مقاله صراط‌های مستقیم آقای سروش هم منتشر شده بود، بحث بود. نمیگم بی حاصل بوده، اما الان دیگه خب من اون از اون پرایوریتی ها ندارم دیگه، میدونید. یعنی میخوام بگم خب ندارم، این نسبتی هم با معنای زندگی داره دیگه، یعنی اونا به من دیگه اون معنا رو نمیبخشه. چند سال پیش هم که آمده بودیم، اوایلی که کانادا آمده بودم، بعد از چند ماه رفتم دیدن یکی از معلمای مدرسه نیکانمون که اینجا هستن، اتفاقا ایشون میخواست با من بحث بکنه، من در میرفتم از زیرش، گفتم نه من اومدم شما رو ببینم. و خب حالا اونا هم حرفای ما که باور نداشتن، که میگه آره مینویسی و فلان، و خب قبول ندارن از اون شیعیان سنتی و خیلی علایق و عقاید اونجوری. گفتم من اومدم شما رو ببینم، و حالا ایزه بدید اینا رو یه وقت دیگری. و هر وقتم تو این سالیان یه وقت هم دیگر رو دیدیم، یه صحبتی کرده خواسته ایشون بحثی بکنه، من زیرکانه از زیرش در رفتم. یه دفعه به من گفت، حالا صادقانه بگم،
به یکی از دوستامون میگفتم انگیزش رو ندارم و من شکل گرفتم توی فضایی و دنیایشون رو میفهمم ولی خیلی باش فاصله دارم و چه کاریه آدم از یه جا به بعد بحث وقتی که میشه جدی هم میشه آدم بالاخره تلخ کامی یکی یه وقت پدید بیاد. میدونید حالا میخوام از روی این گفت به قول عربا تعرف الاشجار و اسمارها، از روی میوه ها درخت رو بشناسید، من از این که میفهمم از اون انگیزه ها دیگه ندارم و به اون کار 23 سال پیش خود تسخر میزنم، میفهمم که معنای زندگی و اولویت هام به اصطلاح عوض شده. به این معنی برای هر کسی هم این اتفاق میفته در... یا حالا این بحث آقای خاتمی هم کردم، اینش هم بگم که حالا با تحولات اجتماعی سیاسی معطوف، اما باز درک آدم از معنای زندگی، من اون موقع خیلی خوشحال بودم و فکر میکردیم که الان این دیگه رأی رو میدیم و رسیدیم به خورشید و غبار آخر شد و به همین خاطرم اون اوائل که خب کارشکنی ها علیه ایشون زیاد بود، حالا فارغ از هر نقدی که به ایشون میشه داشت یا داشتیم، اصلا انگار که آسمون به زمین آمده بود چرا اینجوریه و چرا اونا نمیخوان دریابن. طول کشید تا من بفهمم اصلا ارتباط معیشت و اقتصاد و سیاست چقدر پیچیده است، روان انسان چقدر پیچیده است، چقدر آدم باید منتظر بمونه. و خود تاریخ انقلابای دیگر رو خوندم، تاریخ ریفرم‌های اجتماعی رو خوندم، دیدیم در روسیه چقدر طول کشیده، در فرانسه چقدر طول کشیده. آدم باید صبور باشه و یه چیزی که کاشته میشه خیلی طول میده به بار بنشینه، اصلا ممکنه به عمر من قد نده. در روسیه هم همین بوده، در فرانسه هم همین بوده. میدونید اینا دیگه همه بخشایش اون موقع ها نبود با ما، خب هم سن هم تجربه از هم دانش، همه اینها انتظارات آدم رو از زندگی و معناش عوض میکنه. خب اگر اجازه بدید، میدانم باز هم ممکنه دوستان نکته های آلمانه تکمیلی دیگری داشته باشن، شخصا که خیلی استفاده کردن، در این حال هم جلسه به دراز انجامید، هم یه چیزی هم برای فردا شب داشته باشیم. اجازه بدید بحث رو اینجا ختم کنیم و من فردا شب خدمت دوستان برسم و عرض می شود ادامه گفتگو رو با یکدیگر داشته باشیم. حقیقتا استفاده کردم و از آشنایی با دوستان عزیز که بار اول خدمتشون می رسم، پاره از عزیزان رو پیشتر هم دیده بودم، خرسند شدم. تا فردا شب شما رو به خدا می سپارم.